در بخش دوم دعوت میکنم از جناب آقای سید سعید نوریزاده با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در شهریور ماه 1401. ممنون میشم اگر شما من رو با اشاره دست راهنمایی بفرمایید که من مایک رو در اختیار شما سپاس. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای گلزار و جناب آقای شفیعی و دیگر دوستان گرامی. صدای بنده را داری؟ بله بله صداتون کاملا بسیار. بله در خدمت ما هستم با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در شهریور ماه 1401. زخمی شدن یک کولبر نوجوان در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوروز. به گزارش خبرگزاری هرانا روز سه‌شنبه یک شهریور ماه یک کولبر نوجوان در مناطق مرزی نوسود بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی زخمی شد. هویت این کودک کولبر فرشاد خالدی 16 ساله و اهل شهرستان پاوه عنوان شده. این خبر نقض ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی و ماده 23 حق امنیت کار از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. کانال آب مرگ کودک خردسال بهبهانی را رقم زد. به گزارش خبرگزاری مصر پس از تماس با 125 مبنی بر غرق شدن یک کودک در کانال آب بلافاصله یک تیم عملیاتی غواصی آماده اعزام به محل حادثه شدند. وحید دشترو مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی بهبهان افزود بعد از دقایقی شهروندان در تماس مجدد با آتش نشانی بهبهان خبر از پیدا شدن جنازه کودک غرق شده پایین‌تر از محل حادثه را در کانال آب اطلاع دادند. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی و ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه می باشد. 3 نفر در سطح شهر چای ارومیه غرق شدند. فرزین رضازاده در گفتگو به خبرگزاری مهر در خصوص جزئیات این حادثه اظهار کرد هویت غرق شدگان یک مرد 57 ساله به همراه دختر 37 ساله و نوه خردسالش که 5 ساله بود اهل روستای اولیکان از توابع بخش انزل و ساکن الواج ارومیه می باشند. به ادامه داد پیکر بیجان پدر و دختر حادثه دیده در دریاچه چای از آب خارج شد و عملیات جستجو توسط نیروهای امدادی برای یافتن پیکر کودک 5 ساله همچنان ادامه دارد. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و ماده 25 حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. عامل کودک آزاری در مهاباد دستگیر شد. در پی انتشار خبری در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه فردی به هویت معلوم در یکی از پارک‌های شهر اقدام به آزار و اذیت جنسی کودکان کرده بود، ماموران را بلافاصله در محل حاضر شدند. سرهنگ محمد توحیدی فرمانده انتظامی مهاباد اضافه کرد ماموران انتظامی نیز در اسرع وقت پس از حضور در محل فرد مورد نظر را دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی دادند. این خبر نقض ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی و ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه می باشد. نوزاد رها شده در محله افسری پیدا شد. نوزاد پسری که بنا بر اعلام تکنسین‌های اورژانس چند ساعت از به دنیا آمدن آن می‌گذرد، در کنار یک سطح زباله پیدا شد. این خبر نقض ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. خودکشی یک نوجوان 17 ساله در کامیاران.
روز چهارشنبه دو شهریور ماه یک پسر نوجوان در شهر کامیاران واقع در استان کردستان از طریق مصرف قرص دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. این نوجوان پس از این اقدام به بیمارستان منتقل شد، اما تلاش کادر درمانی برای نجات وی از مرگ بی نتیجه بود. این خبر نقل میکنه ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی، و ماده 25 حق خوراک مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. رها کردن یک نوزاد معلول در کنار شیرخوارگاه آمنه. به گزارش ایسنا دو شهریور نوزاد داره معلولیتی جلوی درب شیرخوارگاه آمنه رها شده بود که طبق گفته فاطمه ارزانیان معاون امور اجتماعی بهداشتی استان تهران دست نوشته همراه این نوزاد بود که در آن نوشته شده بود والدین شرایط نگهداری او را ندارند. این خبر نقض ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 25 حق خوراک مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه. له شدن هولناک کودک زباله‌گرد بین خودرو و دیوار. به گزارش اینا یک راننده تاکسی اینترنتی که با خودروی پراید خود در دام مسافرانش افتاده بود، هنگام فرار از دست آنها با سطح زباله و دیوار یک مغازه در اسلامشهر برخورد کرد. مسافرهای مزاحم ظاهرا متوالی شدند، اما بعد از عقب کشیدن خود رو معلوم شد پسر زباله گردی که در کنار سطح زباله در حال جمع‌آوری پسمان بود کشته شد و جسدش زیر پراید مانده. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی، و ماده 25 حق خوراک مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات اجتماعی برای همه از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. ضرب و شتم دانش آموز توسط معاون دبیرستان در شهر ایوان. خبرگزاری هرانا معاون یکی از دبیرستان دختران شهر ایوان واقع در استان ایلام یکی از دانش آموزان این دبیرستان را با مورد ضرب و شتم قرار داد که راهی اوزان شد. بر اساس این گزارش ساعت 10 صبح روز شنبه 8 شهریور ماه مبینا دانش آموز پایه متوسطه دهم جهت آزمون تعیین رشته به دبیرستان کوثر شهر ایوان مراجعه می کند که معاون دبیرستان به دلیل عصبانیت از به همراه آوردن گوشی توسط این دانش آموز به سمت وی حمله کرده و گوشی را به صورت مبینا کوبیده و با وارد کردن ضربه لگد به ران مبینا را روانه اورژانس ایوان می کند. مطابق ماده 77 آیین‌نامه انتظامی انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکلیف درسی جهت تنبیه ممنوع است. این خبر نقض ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، و ماده 22 حق امنیت اجتماعی و فرهنگی و مالی از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. فقدان امکانات آموزشی و تفریحی در روستای شیهول دانش آموزان روستای شیهولی در یک کلاس درس در حال تحصیل هستند و علاوه بر تداخل در آموزش، بسیاری از دانش آموزان زیر آفتاب مجبورند منتظر آغاز کلاس خود باشند. در روستای شیهول 60 دانش آموز وجود دارد که آنها در یک کلاس درس و در دو کلاس همزمان به تحصیل می پردازند. این خبر نقض ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی، و ماده 26 حق تحصیل رایگان برای همه. تجاوز خادم مسجد در قم به کودکان. روزنامه هم‌میهن در گزارشی از تجاوز یک مرد 65 ساله که خادم مسجد بود به 6 پسر بچه و 1 دختر بچه خبر داد. این خادم مسجد که در یکی از روستاهای توابع قم بود،
این کودکان را با وعده خرید تنقلات و خوراکی فریب می‌داد و در منزل شخصی خود پس از آزار و اذیت جنسی از آنها فیلم و عکس گرفته است. او سپس این کودکان را تهدید کرده که اگر ماجرا را به کسی بگویند فیلمشان را پخش خواهد کرد. بر اساس این گزارش، مادر یکی از این کودکان در گفتگو با این روزنامه با اشاره به وضعیت نامناسب روحی فرزند خود و نیاز وی به روانکاو خبر داد. این خبر نقض ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی و ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراعات‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. خودسوزی یک دختر 14 ساله در مریوان به دلیل ممانعت از ادامه تحصیل. یک دختر نوجوان اهل مریوان با هویت شیوه زاده ای 14 ساله که پیشتر اقدام به خودسوزی نموده بود، روز سه‌شنبه 8 شهریور ماه در اثر شدت جراحات جانش را از دست داد. بر اساس این گزارش، شیوه زاری اهل روستای دهبنیان از توابع مریوان چند روز پیش و در پی ممانعت خانوادهش از ادامه تحصیل در پایه دهم اقدام خودسوزی نموده بود. این خبر نقض ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی و ماده 26 حق تحصیل رایگان برای همه. بازداشت دو کودک بلوچ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان زاهدان. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه 5 شهریور ماه 1401 نیروهای نظامی با یورش به روستای نعمت آباد از توابع شهرستان زاهدان دو کودک 13 و 14 ساله بلوچ را بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. هویت این دو کودکان با فامیلی شهبخش و فرزندان عبدالرشید و محمد امین اهل روستای نعمت آباد پیرفوران از توابع شهرستان زاهدان عنوان شده است. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی و ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی است. خبرها زیاد بودش، ولی به دلیل کوتاه بودن وقت من همین خبرها رو آماده کرده بودم و اینکه من در خدمتتون هستم. اگه سوالی هستش من در خدمتتون. خیلی ممنون از شما جناب آقای نوری‌زاده عزیز. بله، ما می‌دونیم که خبرها از خبرگزاری‌های بسیاری جمع‌آوری میشه و ذکر تک تک اونا می‌طلبه که جلسات متعددی باشه و مهمترین هاش رو به اطلاع شما برسونیم. ممنون از شما آقای رایی عزیز، از مهمانان ویژه ما هستن. من مجددا عذرخواهی میکنم بابت وقتی که پیش اومد، خواستم که برنامه یه بخش جلو بره تا دوباره ادامه بدیم. آقای رایی عزیز، دعوت میکنم از شما در این بخش شما رو بشنویم. اگر لطف فرمایید با اشاره دست من راه نمایی بکنید، مایک رو براتون آزاد میکنم. جناب آقای رای، اگر صدای بنده رو میشنوید من شما رو باید برد. بله، با درود به شما. الان میکروفون من آزاد شد. با درود به شما آقای گلزار و همه دوستان گرامی که در اینجا تشریف دارین. خیلی خوشحالم که با شما هستم مجددا. من سعی میکنم زیاد حرف نزنم به خاطر اینکه دو روز گذشته زیاد حرف زدم و چند سوال میکنم، به بحث میذارم در رابطه با کودک و این خبرهای بسیار دردناکی که الان شنیدیم و اینکه در این مبارزات اخیر مردم حداقل 5 کودک کشته شده. آیا صحیح هست که در مبارزات اجتماعی کودکان وارد این مبارزات بشن؟ یعنی پدر مادرها این بچه ها رو با خودشون در این تظاهرات بیارن؟ با توجه به اینکه کودک یه روان در حال شدن داره،
یک روانی لازم داره که حوادث رو قابل حل شدن ببینه، مثل رعد و برق نبینه که مرتب زندگی در حال تلاطم هست. در این وضعیت نه تنها در این مبارزات، در کجاها اصولا و در چه اندازه هایی میشه کودکان رو آشنا کرد با مشکلات اجتماعی و حتی شرکتشون داد؟ سوال اول این. سوال دوم در مورد، متاسفانه من اسمشو میذارم تجاوز به دختر بچه ها، نه ازدواج دختر بچه ها. در جامعه‌ای که متاسفانه حالا به علت به بهانه فقر من میگم، دختر بچه های کوچک به تجاوز یک مرد داده میشن، در اختیار تجاوز یک مرد گذاشته میشن، کدام عکس العمل اجتماعی و تا چه حد اعتراض، شدت اعتراض لازم داریم؟ در واقع دارم این سوال رو مطرح میکنم که موقعی که داریم از کودک صحبت میکنیم، داریم از پدر مادرهای بد یا خوب هم صحبت میکنیم. در مقابل پدر مادرهای بد که میتوانند چنین ظلم بزرگی رو روا بدارند، میتوانند انواع اقسام ملایمت های اجتماعی رو در موج های اجتماعی بچه ها رو بیندازند، راه حل جمعی ما چیست؟ و در جامعه آینده ایران، سال سوم، چه سنی برای تشخیص رابطه جنسی لازمه؟ به عنوان مثال در بعضی از کشورهای اروپایی 15 الی 16 ساله. یعنی ذهن یک بچه از نظر منطقی 10 سالگی کامل میشه، میتونه 10 سالش که شد مسائل به طور مسنجی بسنجه، اما این ذهن منطقی کافی نیست برای سنجش رابطه جنسی. و آیا این 15-16 سال در ایران سن مناسبی است و یا اینکه حتی سن بیشتر لازم هست؟ خیلی ممنون، مرسی. بله، خیلی ممنون از شما جناب آقای گلزار. مایک با شما. سپاس. مایک بس شد. بله، خیلی ممنون آقای رایی، تشکر از سوالاتی که کردین. آیا کودکان وارد مبارزه بشوند؟ در چه اندازه میشه که به اصطلاح کودکان رو با مشکلات اجتماعی آشنا کرد؟ اینکه وارد بشن، حدود مبارزه کجاست؟ در یه تظاهرات خیابانی برن برای دفاع از یه مسئله‌ای؟ کودک رو چه سنی بگیریم؟ آیا پدر مادر کسی رو نداره از بچه های 5-6 سالش کمک بگیره، بچه رو میبره اونجا؟ اونا یه مسئله است که پدر مادر باید در نظر بگیره که چه خطری رو با بچه مثلا مواجه میکنه اگه با خودش بره، و آیا بچه بد آموزی میکنه، خوش آموزی میکنه؟ اینا رو باید پدر مادر در نظر بگیره برای بردن. اگر میبینن که نه، آموزش بد داده میشه، بچه در خطر میفته، خب بچه کوچیکشو نمیبره. اگه بچه در سن 10-12 سالگیه، میگه یک تظاهرات آرامی است، مثلا در آلمان پارسال دو سال پیش یه تظاهراتی گذاشتن برای مدارس، و نه بل دو سال نیم پیش، خب همه بچه‌های مدارس در این تظاهرات در سطح آلمان شرکت کردن در دفاع از حقوقشون تو مدارس. خب این یه شرکت یه آموزشی به اونا میده. یه موقع هم هست که نه، فاشیستای آلمان میخوان کتککاری کنن با دست راستی ها میفتن، اینا دست راستی هستن، مثلا با مارکسیستای آلمانی با هم یه کتککاری کنن. خب یه مادری بگه منم بچه‌مون برم که یاد بگیره، جای یاد گرفتن نیست که، جای بدآموزی است و خشونت. اونجا رو خب من 100% موافق نیستم، به موضوعش بستگی داره. حالا در ایران اگر در موقعیت فعلی یه پدر مادری به بچه 10-12-13 سالش بگه تو هم برو، اشکال نداره، به نظر من این بچه یا این نوجوان هنوز در حد و اندازه نیست که خطر رو کاملا حس کنه. میتونه این وسط به قول معروف نفلان بشه، میتونه خیلی آسیب بهش وارد بشه، میتونه کارهای دیگه اون بچه بکنه، شاید در سطح مدرسه و دیگه
که بتونه در جنبش نقش داشته باشه، ولی حتما نباید بره در یه موقعیتی قرار بگیره که از خودش نمیتونه خوب دفاع کنه. راجع به کودک همسری شما گفتید. کودک همسری رو من در یه کمیته‌ای که در تلگرام در حقیقت اول با واتس‌اپ با اینا آشنا شدم، یعنی از توی اتاق کلاب هاوس ما با هم آشنا شدیم، بعد من رو دعوت کردم رفتم تو گروه اونها توی واتس‌اپ، بعد رفتم توی تلگرام و اینا یه گروه تخصصی هستن در رابطه با کودک همسری و کودکان کار و کار زیادی در زمینه کودک همسری کرده بودم. هر هفته ما بحث چند ساعته داشتیم از متخصصین مختلف. خیلی برای من جالب بود، خیلی خیلی چیزهای جدید من یاد گرفتم و در این رابطه رفتم مطالعه هم کردم که اونجا ما بتونیم با هم تبادل نظر کنیم. کودک همسری یه مسئله است، نه در ایران، در کل جامعه بشری یه مسئله خیلی خیلی مهمیه و تمام سایت های مدافع حقوق کودک که در کشورهای مختلف برادم بررسی کنه میبینه یک بخشش میپردازن به کودک همسری. چه دلایلی داره؟ یه عده تصور میکنن دلایلش دینیه. در درجه اول دلایلش اقتصادیست، اصلا دینی نیست. در خیلی از کشورها خب مسلمون نیستن، اصلا کارشون به دین کار نداره، که از لحاظ اقتصادی اینقدر در فقر هستن که میگن یک نانخور کمتر و ترجیح میدن نانخور پسر رو نگه دارن به عنوان کسی که تولید درآمد میکنه، نانخور دختر رو بفرستنش بره خونه شوهر. حالا به گفته شما میتونه با یه مردی که سنش خیلی بیشتره ازدواج کنه، اونها شاید رضایت بدن، خب این مردی که ازدواج میکنه شاید تأمین مالی بکند فرزند ما رو، خودفریبی میکنن، شاید رفتارش با او خوب باشه، اونو بهتر درکش کنه، میپذیرن. یا اینکه خیلی سنش بیشتره، خب اونا دلایل مختلف داره. برای من جالب بود در یک اتاق کلاب هاوس دعوت کرده بودن به مسئله کودک همسری، بود 4 ساعت ما توی اتاق بوده، نماینده دو تا زن نماینده مجلس دهم رو هم دعوت کرده بودن، یک خانومی که در رابطه با کودک همسری کتاب نوشته او رو هم دعوت کرده بودن، یک دانشجویی که رشتهش به اصطلاح داره فوق لیسانس میده تزش راجع به کودک همسری است اونم اومده بود، یه آقایی که میگفت من کارم معلمه ولی تحقیق در زمینه کودک همسری در جنوب ایران کردم و کار جامعه شناسی کردم، اونها هم بودن و چندین نفر دیگه. ولی حرف بسیار جالب رو یک خانومی زد که ایشون محقق بود در جامعه شناس در دانشگاه تهران، که رفته بودن با 300 خانواده صحبت کرده بودن که بعد از ازدواج، نه قبل از ازدواج، که چه آسیب‌هایی بهشون وارد شده هم با خانواده هم با کودک، و مفصل توضیح داد چگونه عمل کردیم. نتیجه این تحقیق رو دادیم دانشگاه تهران، در واقع هم باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت. گفت از روز اول به ما گفتن حق انتشار این تحقیق رو ندارید، ولی گفت پیامداش چیه؟ گفت اولین مسئله این خانوارها وقتی که میری مسئله شون سر اینه که لحاظ درآمدی مشکل دارن، فقر دارن، دو اینکه سنت های اجتماعی، کاری هم به دین نداره، سنت های قبیله‌ای و محله‌ای که دختر زشته که 14-15 سالش بشه، دختر ترشیده میشه، دختر هر چقدر زودتر ازدواج کنه فاسد نمیشه و الی آخر. این هم جزء دلایلشون بود که حالا کار ندارم، دلایل متعددی رو عنوان کردم. ولی جالب این بود که میگفت این خانم، ما در مدتی که 4 سال تو مجلس بودیم، دو سال نیم توی این کمیسیون از محققین استفاده کردیم، جامعه شناسا، روان شناسا، مجموعه کاملی آوردیم که سن ازدواج از 13 بکنیم 16، و اون روزهای آخر یه عده‌ای پیدا شدن، از حوزه آمدن، از طرف دولت، گفت ما نمیدونیم از چه نهادهایی اومدن پافشاری شدید که این قانون نباید تصویب بشه، و میگفت روزی که در مجلس گفتیم متاسفیم یه عده که از افراد کابینه خود ما بودن، اینا اصلاح طلب بودن، میگفت که اینها خودشون در مجلس شرکت نکردن و اون روز ما رأی نیوردیم، و این متاسفانه میبینیم که یه ضایعه فقط هم مسئله
فقهی نیست، مسئله این هست که قدرت حاکم چه چیزی رو مشروع میدونه، و دو اینکه مسئله سنت‌های منطقه‌ای هست، چون در بعضی از مناطق ایران این بیشتر هست با سنت‌هایی که دارن، و متاسفانه کودک همسری کار رو، اینکه میگه چه رابطه جنسی در چه سنی، من راستیاتش جز قوانین اروپایی که مثلا 13 سال کردن 15 یا 16 سال گفتن از لحاظ قانونی میشود، ولی من میدونم که سن پایین‌تر هم روابط جنسی دارن. تو همه صحبت خیلی میشه، همسر من که در خانه دختران اونجا مسئولیت داره میگه یکی از مشکلاتی که هست وجودم داره، لطمه های زیادی هم میبینن، ولی خب جامعه است که نمیشه فقط تو قانون مسئله رو حل کنه. سن ازدواج رو در اون کتابی که ما نوشتیم، یعنی قانون اساسی پیشنهادی، سن ازدواج رو 18 پیشنهاد کردیم. خب تمام این قوانین هم که علاوه شریعت میاد که به اصطلاح تبعیض قائل میشه در سطح جامعه، اونها رو هم نفی کردیم برای زنان. 20 دونه تبعیضهایی هم که علیه زنان جهان شمول هست، اینها هم همه رو به عنوان ضمیمه آوردیم که نباید در جامعه آینده ایران کوشیده بشود قوانینی نظم پیدا کنه، روابط به گونه‌ای پیش بره تا این وجدان اجتماعی تغییر بکنه، تناسب پیدا بکنه با حقوق و حقوق زنان رعایت بشه. یعنی کار فرهنگی بزرگی رو هم در پیش داریم. امیدوار هستیم که جامعه ایران اقبال بکنه به این نوع روش. امیدوارم به همه سوالای شما پاسخ داده باشم. میبخشید اگرم طولانی شد. با سپاس از شما و مشارکت شما، و امیدواریم که جواب سوالا رو دوستان گرفته باشن. من دست دوستی رو بالا دیدم، یا بانو تنهایی بفرمایید، من در اختیار شما. ممنون که مجدد من کردم. بانو ما صدای شما رو خیلی من با تاخیر داریم. اجازه بدین من از یه تعلیمات دیگه کار کنم. صدای من الان دارین؟ بله. اونم این هستش که ما میگیم که بلوغ فکری، یعنی اگر که نوجوانی به بلوغ فکری برسه یا شخصی به بلوغ فکری برسه، میتونه برای مسائل جنسی خودش تصمیم بگیره. اما این بلوغ فکری رو کی تعیین میکنه؟ ببینیم ما تو جامعه های مختلف این بلوغ فکری یا جسمی یا جنسی رو در سنین مختلف داریم. تو یه کشوری بالای 14 سال هست، حالا 15 سال هست، یه کشوری 16 ساله، یه کشوری 18 ساله، یه کشوری مثل کشور ما طبق نظام جمهوری اسلامی 9 سال هستش. ولی اینکه از نظر علمی واقعا چه سنی تکامل ذهنی افراد رو نشون میده، این فکر میکنم خیلی مهم باشه. یعنی اینکه اون شخص باید واقعا به حدی از تکامل رسیده باشه که حتی تو رابطه جنسی خودش دچار تجاوز کلامی از طریق پارتنرش نشه، چون این دقیقاً باعث میشه، یعنی ما میایم یه چیزی رو در نظر میگیریم ولی این وابستگی های دیگه داره. اگر تجاوز کلامی برای این شخص صورت بگیره، اون وقت در آینده این فرد تاثیرات خیلی بدی خواهد گذاشت. کی اینو میتونه بسازه؟ سنجای طبقه چه چیزی میشه اینو سنجید؟ مرسی. مجدداً من خدمتون عرض کنم که من متخصص این رشته نیستم. آنچه را که من از رو مطالعه در طول زمان کسب کردم خدمتون عرض میکنم. اینکه کشورهای مختلف به یه نتایج متفاوتی رسیدن، این نیست که خوششون اومده این کارو بکنن. اگر دموکراتیک باشن، اینها اومدن از متخصصین نظر خواهی کردن. همونطور که در آلمان هم تغییر قانون از 13 به 15، از 13 به 16 برای مسائل مختلف داده شده. حالا میخواد تصدیق رانندگی باشه، رابطه جنسی باشه یا موارد دیگه.
متخصص هستن میرن میشینن کمیسیون میذارن تا به نتیجه برسن. خدمتتون عرض کردم در ایران هم اون دو نماینده مجلسی که اومده بودن که واقعا ناراحت بودن گفتن نتیجه دو سال و نیم کار تحقیق دانشگاهی، گزارشات کامل روانشناسی، روانکاوی و اجتماعی رو ما جمع‌آوری کردیم که سن رو از 13 ببریم به 16 برای ازدواج، ولی یه لابیایی اومدن در حقیقت کار ما رو خراب کرد. در کشورهای غربی هم همین هست، مثلا شما میخوان سرعت ماشین رو در آلمان با اینکه برای محیط زیست خیلی بده از بی‌نهایت بیارنش به 120 یا 110 کیلومتر، یه عده هستن که فشار میارن و اجازه نمیدن که این قوانین تعیین بشه. اما در کشورهای مختلف به یک نتیجه یکسان نرسیدن، یه چیزی رو اکثریت باش به توافق رسیدن که سن قانونی رو 18 سال انتخاب کردن، سن ازدواج رو هم 18 سال انتخاب کردن. حالا در خود آلمان هم با اینکه این قانون هست کسانی هستن که در سن پایین هم با هم ازدواج کرد. مثلا ازدواج طبق قواعدی که کلیسای مسیحیت داره با مثلا دختر خاله و پسر خاله، پسر عمو، دختر عمو، اینا همخون میشن، اصلا ازدواج نباید کرد. ولی مواردی هست که حتی خواهر و برادر با هم دیگه بچه دار شدن، اینا رو دیگه قانون نمیتونه اونجا جلوشونه بگیره، متاسفانه شدن. یا تجاوز در چارچوب خانواده یکی از عمده مشکلاتی است که یه جامعه داره که پدر بزرگ یا دایی یا عمو یا پدر به فرزند خودش تجاوز میکنه. حالا من در مسئله فحشا در ایران یه مطالعه خیلی دقیقی کردم و جمع‌آوری کردم اطلاعات و کارهایی که در این زمینه شده بود و اونجا به این مسئله برخورد کردم که تعداد بسیاری از کسانی که به فحشا دچار میشن که آمارش هم خیلی بالاست، اینها مورد تجاوز خانوادگی قرار گرفتن، یا از طرف پدر یا از طرف برادر در سنین پایین، که باعث شده که اون چی که شما میگید به درستی در روح و روان آنها آنچنان تأثیرات منفی بذاره که اینها حتی برای مثل خودزنی، اینا که با تیغ خودشونو میزنن، اونها برن اونجا و سعی کنن که مثلا خودشونو در فحشا بفروشن، یعنی در حقیقت یک نوع خودکشیست. و یا اینکه در زمینه های کسانی که اعتیاد دارن فرزندان خودشون رو میفروشن تو این زمینه. اینها موارد مختلفی هست، اما یه چیزی که متفق قول هستن در جهان مسئله عدد 18 رو نه از لحاظ قانونی بگیم، از لحاظ روانشناسی و اینکه تشخیص داده شده این مغز به حد رسیده که میتونه خودش تصمیم بگیره، آگاه هست، اینها رو بررسی کرد. چیزی که شما گفتی میگید از لحاظ کلامی این مورد تجاوز قرار نگیره، قاعده میگه، قاعده که با همسران، یعنی مرد با همسر خودش که زنه، با مهربانی تمام رفتار کنه و او را تحقیر نکنه. مثلا بهش بگه که واه قبلنا بازوات خوشگلتر از حالا بود، یا بگه که واه حالا خوشگل شدی، قبلنا یه جوری دیگه بودی، بازم تحقیرش کنه. یا که بگه تو سرت نمیشه، نمیتونی تو این کار دخالت کنی، یا بگه که تو اصلا نمیفهمی، بذار من بهت بگم. یا اینکه مردایی که خیال میکنن تو بشین تا من همه چیز بهت بگمه، تو که دست و پا نداری نمیتونی فلان کن. عکسش هم هست، زن است که مرتب مرد رو تحقیر میکنه، مردشی رو تو ببرن که یه میخ به دیوار نمیتونی بزنی، از شکل زشتش اینه، تا اینکه من دلم میخواست یه شوهر دست و پا داشته باشه و زرنگ باشه، تو دست و پا چلوفتی هست، ما اقسام از این حرفا زده میشه، تحقیر. یه عده که تصور میکنه یه عده که تصور میکنم تحقیر موتور حرکته، یکی میگن خاک به سر تو بالاخره درس خون نمیشی، خیال میکنی حالا فردا میره شروع به درس خوندن، همون یه ذره باوره به خودش هم از دست میده. اصلا کسانی به ندرت پیش میاد که وقتی تحقیر میکنه این میخوره به وجدانش، ناراحتش میکنه، میخواد بیان کنه که تو اشتباه کردی، مبارزه میکنه، از خودش نشون میده. ولی در روابط زناشویی، در روابط عشقی و دوستی، رابطه بر مهر است و محبت و درک همدیگه. اما آدم ها اشتباه هم میکنن، چون اشتباه میکنن نمیشه گفت اشتباه رو من
دلیلی میکنم برای اینکه قطع کنم یا اینکه به صلاح روابطم رو خراب کنم. در ایران یک مسئله که هست، 5 عامل برای طلاق وجود داره، چون باز من در این زمینه کار کردم، مطلب نوشتم، تحقیق کردم، میدونم 5 عامل بوده. عامل اصلی بوده همیشه مواد مخدر، عامل دوم مسئله درآمد بوده و مسئله اقتصادی، عامل سوم بوده خانواده، عامل چهارم بوده روابط جنسی، عدم تمکین جنسی یا عدم حظ بردن در روابط جنسی، که اینها بوده عامل 4 و 5. الان میگن عامل اول اونه، روابط جنسی به گونه ایست که این رابطه ها به طلاق کشیده میشه. چرا؟ برای اینکه یک سری مجموعه روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی تأثیر میذاره در روحیه جنسی افراد، و این اونجا به جایی که محیط رابطه جنسی محیط امن باشه، دوستی باشه، مهر، عشق، یگانگی باشه، اتفاقا میشه مورد خصومت قرار میگیرن، نیش و کرایه و گفتن و فلان و زور و اعمال زور، رابطه ها میشه از بین میره، و این شده یکی از مشکلات اصلی جامعه ایران برای مسئله طلاق. از هر 5 ازدواج 3 نفر طلاق میگیرن. یک دلیل اصلیش این مسئله است. البته مسئله اعتیاد و اقتصادی هم مسائل بعدی است، و دخالت بیش از حد خانواده در امور زندگی دو تا آدم جوونه که خودشون میخوان زندگی خودشون رو بسازن، تصور میکنن کار خوبی میکنن، کاری هم با دین و مرام نداره، کار این داره که ذهنیت دخالتگر که من هستم که برای تو تعیین میکنم، حالا دختر هست 27 سالش مثلا، پسر هست 32 سالش، هنوز میخوام براش تعیین تکلیف کنم، و این با اون زندگی سازگاری نداره، زندگی ها رو از بین میبره. متاسفانه این تجاوزات کلامی هم هست. حالا یه عده شوخی ها و متلک هایی هم که در جامعه ایران هست، اونا هم همینه، تجاوز میکنند به روح و روان زن و تصور میکنن که متلک گفتن. حالا هم که نسل جوان این دوره، تو دوره ما هم گفتن دختر بازی، درسته، خب انسانه، انسانه که مورد بازی قرار نمیگیره، اون اسمش بود، حالا از اون بدتر شده، شده مخزنی، یعنی یک مردی مغز دختری رو آنچنان به کار میگیره که اون نفهمه، این میخواد ازش سوء استفاده جنسی کنه و بعد بلش کنه، و این دیگه خیلی بده و این باید تغییر پیدا کنه. کی تغییر پیدا میکنه؟ با قانون اساسی اینها نیست، یه وجدانی باید تغییر کنه. حالا بگم من نسلی هستم که یه متلک گفته میشد، الان جزء متلک ها دست زدن به زنها مرسوم شده، که یه مردی به خودش حق میده تو خیابون بیاد دست بزنه به یه قسمتی از اندام زن، و در حقیقت یک نوع تجاوز میکنه به زن، یا با چشمش تجاوز میکنه یا با کلامش، و اینها باید تغییر کنه. تغییرش در حقیقت فرهنگی است، باید این فرهنگ تغییر بکنه به گونه که این تحول بشه. در آلمان یک اعتراضاتی زنان گذاشتن چند سال پیش که شب را به ما برگردانید، موضوعش این بود که زن وقتی شب از محیط کارش رفته بیرون خونه دوستانش، میخواد برگرده بیاد بره سر خونه خودش، تأمین باشه کسی به اون مثلا تعرض نکنه. حالا مقایسه کنید آلمان رو با ایران که تعرض تا چه میزان است. بسیجیه نیست که تعرض میکنه، آدمای هستن که خودشون رو با انواع و اقسام نظرات مدرن تصور میکنن دارن، ولی تعرض رو مشروع میدونن. امیدوارم پاسخ داده باشه. خیلی ممنون از شما جناب آقای گلزار و پاسختون. جناب آقای رایی عزیز، مایک با شما. خیلی خیلی ممنون از صحبت های شما آقای گلزار و دوستان گرامی و خانمی که صحبت کردن، خانم تنهایی. خانم تنهایی، طرز صحبتشون نشون میده که من و ایشون نگاهمون به این مسئله جنسی مثل همه، شبیه همه. خیلی ممنون از اظهار نظرشون. من تجربه فرانسه رو اینجا، من چون فرانسه زندگی میکنم، تجربه فرانسه رو اینجا براتون باز میکنم، جزئیاتش رو باز میکنم تا این مسئله یک مقدار برای ما از جنبه‌های مختلف دیده بشه. در فرانسه به عنوان مثال یک مرد 28 سالی رابطه، از نظر من، تجاوز جنسی به یک دختر 12 ساله داشته. همونطوری که گفتین در جامعه اروپایی قانون
15 سال میگه یا 16 سال میگه، این مسائل وجود داره. اما مشکل اینجا نیست. این دوتا که رابطه برقرار میکنن، پدر مادر یا امدادگر اجتماعی یا همسایه یا کسانی میتوانن شکایت کنن به این وضعیت، برای اینکه اون دختر 12 ساله نمیفهمه وضعیت خودش رو. این دختر 12 ساله که الان مثالش میزنم اصرار داشت که من راضی بودم این رابطه جنسی. اون مرد 27 ساله هم که ایرانی تبارم بود همین رو میگفت، میگفت ببینید این اینو میگه. بنابراین در اینجا دادگاه قرار بود تصمیم بگیره که بر اساس اون دادگاه هم بعد اومدن قانون کردن که ما این مسئله رو تعرض جنسی حساب بکنیم یا تجاوز جنسی حساب بکنیم. بنابراین حالا اتفاقی میفته در این سیستم فعلی که تنبیه هست، حالا یا در سیستمای دیگه که درمان میتونه باشه در آینده، حساب لازمه بکنیم که ببینیم این عمل ناصحیح از نظر روحیه انسان‌ها در حال فعل حاضر به طور متوسط در سطح دنیا یا در سطح حداقل بسیاری از کشورها، این چگونه ما این رو در نظر بگیریم، چه سنی تعرض حساب بکنیم و چه سنی تجاوز حساب بکنیم. برای این دختر 12 ساله چون خودش گفته بود من رضای دادم تعرض حساب کردم، اعتراض شد که بابا این که نمیفهمه که شما میگید این 12 سال است. بنابراین مسئله اینجاست. نکته دوم در این رابطه و همینطور بسیاری از مسائل پیچیده اجتماعی مثل سیاست یا همین در واقع مقاومت مردم، مبارزات مردم، باز این مشکل پیچیدگی پیش میاد که آیا ما داریم همراه میکنیم یا روح روان فرزند رو خراب میکنیم. این کودک توان حل مسائل خودش رو باید به بالاترین اندازه داشته باشه، استعدادهای خلق خودش، استعداد فراگیری خودش، استعداد تنظیم امور خودش، اقتصادی خود، استعداد هنری خود و استعداد مدیریت خود رو لازمه که در طول این زندگی خودش یاد بگیره. حالا ما میاییم ناملایماتی رو میذاریم. اصولا در زندگی 5 مشکل اساسی همیشه وجود داره. یک اینه که به هر حال زمان کوتاست، عمر کوتاست. دو این استش که برنامه‌ریزی ها همیشه به خوبی پیاده نمیشه. سه این استش که ظلم وجود داره. 4 این استش عدالت وجود نداره. 5 این استش که انتظاری که رفتار مردم داریم هم همیشه برآورده نمیشه. بنابراین کودک رو میاریم توی همین وضعیتی در جامعه با این حالتی که مرتب استمرار داره، قرارش میدیم و روح روان بچه رو اذیت میکنیم. و در واقع در اینجا این مسئله رو مطرح میکنم. توضیحات آقای گلزار نشون میده که مسئول کودک رو حالا به میزان زیاد یا شاید هم تنها نمیدونم، خودشون توضیح خواهند داد، پدر مادر میبینه. شخص من پدر مادر رو به عنوان یک مسئول بزرگ یا حتی مسئول درجه 1 میتونم ببینم، اما جامعه رو هم مسئول میبینم، دولت رو هم مسئول میبینم. و بنابراین در اینجا یه جایی هستش که من نمیتونم بذارم هر پدر مادری با انواع پدر مادری شغله، پدر مادری یک آموزش لازم داره. پدر مادر خود به خود به طور طبیعی همه خوب نیستن، پدر مادری میتونه بسیار هم بد باشه. و بنابراین در اینجا آموزش پدر مادری در یک جامعه آزاد مطرح است. یعنی لازمه که در فرانسه الان وجود داره، پدر مادری رو بهشون پدر مادری یاد میدن، حتما کشورهای دیگه اروپایی هم حداقل در بعضی جاها وجود داره. این پدر مادر به عنوان مثال برای شما بزنم، پدر مادری فرزند بزرگشون خودکشی میکنه، پدر مادر جشن تولد بچه کوچکشون یه اسلحه بهش تو امریکا هدیه میکنن. این پدر مادر قاتلن، برای اینکه با این هدیه که روز تولد به بچه دارن میدن، دارن به طور غیر مستقیم میگن تو هم مثل بعد برادر بزرگی میتونی خودکشی کنی، یا اینکه این امکان رو در اختیارت میذاریم. میبینیم ما با گاهی اوقات با پدیده های بسیار زشت اجتماعی طرفیم. انسان موجودی است حقوقی اما لغزنده که میتونه بسیار بد بشه و پدر مادر بد میتونن در جامعه به راحتی دختر خودشون رو در اختیار یک مرد بذارن، در اختیار تجاوزی یک مرد قرار بدن.
و مردانی هستند که این پسیکوپاتی رو دارن، این اختلال روحی رو دارن که انجام میدن. اصولا رابطه های انسان دو تقسیم بندی کلی داره. اگر بر اساس همدلی آمپاتی نباشه، حتما بر اساس روان آزاری و پسیکوپاتی هست و در اینجا لازم میشه که یک راه حل جمعی رو در رابطه با خانواده، یک راه حل جمعی رو در رابطه با مدرسه، یک راه حل جمعی در رابطه با بدعتکاری اجتماعی پیدا کنیم. میبخشیم که زیاد حرف زدم. مرسی. سپاس از شما و مشارکت شما جناب رای عزیز. جناب آقای گلزار، اگر که صحبتی در این زمینه هست شما. بله، من کوتاه برخورد میکنم چون که مسائل شما یه قاعده عمومی همیشه مطرح میکنید، بعد یه سری استثناءات تو جامعه به وجود میاد که برای اون هم قوانین خاص خودشو داره. مثلا اینکه یه دختر 12 ساله با یک مرد مثلا 25-26 ساله با هم دوست بودن، رابطه داشتن، رابطه جنسی داشتن، اون رو یه استثنایی است که بهش میپردازن که چگونه باید عمل بشه. اما پدر و مادر به نظر من نقش اول رو در تربیت و مسئولیت نسبت به فرزندان داره. اگر نتونستن مسئولیتشون رو خوب انجام بدن، میتونه مواد مخدر باشه، میتونه اعتیاد باشه، میتونه مشکلات روحی روانی باشه، اون موقع جامعه مسئوله. اینا در اجتماع ما زندگی میکنه. جامعه که مسئوله که خودش عمل نمیکنه، یه نهادهایی درست میکنه، مثلا میگن کودکان، نوجوانان و غیره، که اینها رو مسئولیتش رو اون قوه مجریه داره که بره عمل بکنه. حالا یا میتونه قوه قضایی هم مسئولیت داشته باشه در بخش خودش، اینها باید عهده‌دار باشه. معلومه سلامت جامعه جزء حقوقی اجتماعی که باید همه ازش برخوردار بشن. حالا اگر چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها رو نماند قرار، دیگر عضوها مسئول هستن که برن اون رو جبران کنن و براش انواع و اقسام بخشای مختلف درست میکنن. من میدونم که در خود ایران هم برای دختران فراری، برای دخترانی که مشکل دارن، انواع و اقسام خانه ها درست شده، ولی اینها یه مجموعه است که باید هماهنگ عمل کنه، نمیتونه عمل کنه. مثلا این دختری رو میارن 2-3 هفته بعد که دیگه نمیتونن کاراشو انجام بدن، پشتیبانی کنن یا هرچی دیگه کاری میکنن که رضایت پیدا کنه، با خانوادش برگرده به اون خانواده. اون خانواده مشکل اصلی بوده که این فرار کرده. مثلا اینه که در کشورهای غربی، حالا جایی که شما هستید در فرانسه یا در آلمان، به این موارد بهتر پرداخته شده و روابط رو منظم‌تر درست کردن. ولی در من مسئولیت اول رو با پدر و مادر میدونم. در صورتی که ناتوان باشن به هر دلیلی، جامعه مسئوله که در حقیقت باید دولت و اون نهادها عمل بکنن و جبران کنن، چون که حق اون کودک هست که در سلامت رشد کنه و نه در عدم سلامت. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب گلزار و مطالبتون و جوابی که دادین. امیدوارم که دوستان جوابشون رو گرفته باشن. دعوت میکنم از بانو پریا ترابی با موضوع سخنرانی کودکان معلول. بانو ترابی عزیز، اگر لطف بکنید که من رو با اشاره دست راه نمایی بفرمایید، حتما ما که در اختیارتون قرار میدم. درود بر شما دوستان گرامی. با توجه به این روزای سختی که ایران میگذرونه، حقوق کودکان معلول هم در ایران مانند بسیاری از حقوق دیگه خیلی پایمال شده. با امید آرزوی ایران آزاد سخنرانیم رو شروع میکنم. سهم ایران از تولد کودکان معلول سالانه 30-40 هزار کودک معلوله. حدود 50% از معلولیت‌های مختلف در اثر اختلالات ژنتیکی به وجود میاد. مدیر کل بهزیستی فارس میگه در هر دقیقه 8 کودک معلول در دنیا متولد میشن که سهم ایران از تولد کودکان معلول سالانه 30-40 هزار کودک معلول است.
اما بیایید به بررسی شرایط کودکان معلول در مدرسه بپردازیم. مدرسه رفتن برای بسیاری از کودکان دارای معلولیت در ایران متاسفانه رویایی دور از دسترسه، رویایی که باید زندگی روزمره اونان باشه. مثل بقیه کودکان، عنوان گزارشی از مشترک از دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران که منتشر شد، گزارشی که به وضعیت آموزش کودکان دارای معلولیت در ایران میپردازه و از کمبود امکانات در این زمینه انتقاد میکنه. در این گزارش اومده مدرسه رفتن برای بسیاری از کودکان دارای معلولیت در ایران رویایی دور از دسترسه. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره میگه این گزارش درباره نبود امکانات کافی در مدارس ایران برای تحصیل کودکان دارای معلولیت، مثل راه‌های دسترسی فیزیکی در ساختمان‌ها، وجود کتاب‌های روز به خط بریل، کمک برای سمعک و بقیه امکانات و نیز به کمبود منابع و کمبود آموزش کافی برای معلمان جهت کمک مؤثر به دانش آموزان دارای معلولیت. عدم مناسب سازی فیزیکی مدارس برای کودکان دارای معلولیت و فقدان شیوه های آموزشی مناسب و کمبود معلم و نیروی انسانی آموزش دیده برای کمک به کودکان دارای معلولیت چند مورد از مشکلاتیه که این کودکان در ایران با آنها مواجه هستند. این رو مریم میگه، مادر علیرضا، کودک 12 ساله کمبینا در استان کردستان. پسرم مشکل کمبینایی داره، یعنی یک چشمه او تا 1 متر رو میبینه و چشم دیگرش تا 0.5 متر. ما از کلاس اول مشکل تحصیل و مدرسه داریم. متاسفانه هر جا میریم ما رو به مدرسه دیگه پاس میدن. نه کلاس درست حسابی، نه معلمی، نه جای مناسبی، نه تفریحی. تو کلاس اینا 4 نفر بودن که از کلاس اول تا الان با هم بودن و زنگ تفریح و ورزش همه وقت خود را در یک کلاس میگذراندن، یعنی از صبح تا ظهر فقط در همان کلاس و همان درس بودند. در مدرسه استثنایی به آنها 1 کلاس دادند. بعد به ما گفتن اگه ناراحتید فرزندانتون رو به مدرسه عادی ببرید. وقتی به مدرسه عادی هم میریم به ما میگن اصلا چنین شرایطی رو قبول نمی کنیم و هر اتفاقی برای فرزندانتان رخ بده ما مسئولیتی نمی پذیریم. مدافعان حقوق بشر میگویند هیچ کودکی نباید غیر قابل آموزش محسوب شه و بر اساس قانون بین المللی همه کودکان باید به آموزش مناسب و کافی دسترسی داشته باشند. اما کودکان دارای معلولیت در ایران متاسفانه با موانع متعددی دست به گریبانند. این را آرش میگه، معلم پرسابقه کودکان دارای معلولیت در تهران. من بیشتر با بچه‌های دارای معلولیت جسمی و حرکتی کار می‌کنم. مشکلات حمل و نقل وجود داره. متأسفانه خانواده‌ها هزینه ندارن. امکانات بسیار ضعیف و اگه کمک‌های مردمی نباشه مدرسه اصلاً امکانات نداره. یکی از بزرگترین مشکلات این کودکان استفاده از دستشوییه. در مدارس معمولاً 3 یا 4 توالت فرنگی برای 140 دانش آموز دارای مشکل معلولیت وجود داره. مشکلاتی که دامنه آنها علاوه بر فضای آموزشی، فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی و هنری کودکان دارای معلولیت رو هم در بر می‌گیره. کودکانی که هنر و ورزش لازمه رشد و سلامت و شکوفایی آنهاست، اما به دلیل کمبودها از آن باز می‌مانند. فاطمه، معلم ورزش دانش آموزان دارای معلولیت، از این مشکلات میگه در ایران امکانات نیست. لوازم کودکان معلول در ایران به دست ما نمیرسه و اگر هم به ایران برسه بسیار گرونه. خانواده قدرت خرید مثلا عصای سفید هوشمند برای کودکان نابینای خود را ندارند. سایر وسایل کمک آموزشی نیز بسیار گرونه، اما امکانات رسیدگی وجود نداره و در این وضعیت حتی خانواده‌ها نمیتونن خوراک خودشون و بچه‌هاشون رو تعمیر کنن، چه برسه وسایل دیگه.
دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران تعداد کودکان دارای معلولیتی را که در ایران در سن تحصیلند و حدود 1.5 میلیون کودک تخمین می‌زند، اما می‌گوید از این تعداد تنها 150,000 نفر در سال تحصیلی گذشته در مدرسه ثبت نام کردند و بقیه از تحصیل متأسفانه باز موندند. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران درباره این آمار میگه متاسفانه دولت ایران آماری از کودکان دارای معلولیت یا دلایل محرومیت آنان را از تحصیل منتشر نمی کنه. با این حال طبق تخمین‌های ما در سال تحصیلی گذشته از هر 10 کودک دارای معلولیت در ایران فقط 1 کودک به مدرسه رفته و اکثریت این کودکان هم به مدرسه استثنایی میرن. کودکان دارای معلولیت طبق کنوانسیون افراد دارای معلولیت حق برخورداری از آموزش فراگیر رو دارند. منظور از آموزش فراگیر در ایران این است که کودکان باید بتوانند در مدرسه نزدیک به محل سکونت خود در کنار سایر کودکان به تحصیل بپردازند. خیر، منظور این نیست. در ایران معلولیت شایع‌ترین دلیل بازماندن کودکان از تحصیل. دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران با بیان این موضوع از مقام‌های ایران خواسته به آنچه تبعیض علیه کودکان دارای معلولیت نامیده پایان دهند. در این گزارش آمده در ایران 1570 مدرسه استثنایی وجود داره، مدارسی که مبنای کار آن جداسازی دانش آموزان دارای معلولیت از سایر دانش آموزانه، موضوعی که دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران از اون انتقاد میکنه. تارا سپهریفر میگه جداسازی کودکان دارای معلولیت تبعات دراز مدت در زندگی اونا داره. مهمترین موضوعی که این گزارش به آنها اشاره میکنه نیاز به تغییر رویکرد کلی در زمینه آموزش کودکان دارای معلولیت. در ایران گام‌هایی برای دسترسی به این کودکان به آموزش برداشته شده، اما این گام‌ها در چارچوب این بوده که کودکان دارای معلولیت را از مدارس عادی محروم کنه و در مدارس استثنایی تحت آموزش قرار بده. اگه این کودکان در ابتدای ورود خود به جامعه از جامعه جدا بشن، تبعات سهمگینی در زندگی آنها خواهد داشت. دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران میگه در سالهای اخیر دولت ایران بودجه آموزش کودکان دارای معلولیت رو افزایش داده. با این حال این دو نهاد در گزارش خود تاکید کردند در صورتی که نظام آموزشی، شیوه‌های تدریس و محیط مدارس برای کودکان دارای معلولیت در ایران اصلاح نکنه، هزاران کودک از تحلیل باز میمونن. هادی قائمی میگه بنابر قوانین ایران حق تحصیل رایگان حق همه کودکانه. توجیهی که دولت ایران در عدم تأمین نیازهای کودکان دارای معلولیت از آن استفاده می کند نداشتن بودجه و امکانات کافیه. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برخورداری از تحصیل رایگان برای همه افراد جامعه تا دوره متوسط به رسمیت شناخته شده. بنابراین دولت ایران نمی تواند به استناد نداشتن بودجه و امکانات حق 10% از کودکان را نادیده بگیره. در برخی از مناطق مرزی و محروم ایران تا 90% کودکان دارای معلولیت هرگز به رنگ مدرسه را به خودشون ندیدن. دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران 1 سال پیش هم گزارشی به عنوان من هم به اندازه شما انسانم به بررسی وضعیت افراد دارای معلولیت در ایران پرداخته و تاکید کرده که ایران بر اساس تعهدات بین‌المللی خود باید همه امکانات یک زندگی مناسب را برای این افراد فراهم کنه. تعهداتی که در ایران در چارچوب کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت ملزم به اجرای آنهاست. کنوانسیونی که ایران از 1 دهه پیش به آن پیوسته است. تارا سپهریفر همچنین میگه آموزش فراگیر یکی از اصول این کنوانسیون جهانیه، به این معنی که برای همه دانش آموزان دارای معلولیت باید به امکان آموزش با کیفیت همراه با تامین‌های نیازهای آنها برای دسترسی مساوی به آموزش در کنار سایر دانش آموزان و در واقع در سیستم اصلی آموزش و پرورش کشور وجود داشته باشه.
آموزش که شاید بتواند بخشی از مشکلات هزاران کودک دارای معلول در ایران را حل کند. کودکانی که به گفته مدافعان حقوق بشر برای دسترسی به آموزش استاندارد و کارآمد را راه درازی در پیش دارند. کودکانی که برخورداری از آموزش کافی و دنیای شاد کودکان حق آنهاست. حق برابری با همه کودکان دنیا دارند. اما متأسفانه داشتن فرزند معلول در خانه مثل درگیر شدن در دنیای هزار رنگ، دنیایی پر از پیچ و خم که اگر مرد راه نباشی زیر بار اتفاقات هر روز زندگی خورد میشی. گفته میشه در ایران برخی از پدر مادرهایی که فرزند معلول دارن گرفتار افسردگی والدینی هستند و البته بیشتر پدر مادر که بار نگهداری از کودک معلول را پیش از پدر به دوش میکشند، نوزادی که معلول متولد میشود از همان ابتدای تولد با بقیه نوزادان فرق دارد. او اگر نابینا یا ناشنوا باشد، دریچه های جسمش برای ارتباط با دنیای خارج بسته شده. پس پدر و مادر هرچه تلاش میکنند او نه آنها را میبیند، نه صدایشان را میشنود تا به لبخندها، شادیها یا نگرانیها و اشکهای آنها پاسخ دهد. نوزادی که معلولیت جسمی دارد نیز نه میتواند به اندازه بقیه بچه ها تعرق داشته باشد، نه وقتی سن 4 دست و پا رفتن و راه رفتنش رسید میتواند راه برود. این کودک همیشه به زمین سنجاق می شود مگر اینکه دستی او را از زمین بلند کند، در آغوشی بگیرد و با زحمت پا به پا ببرد. اما سخت‌تر از اینها زندگی کودکان کمتوان ذهنی است، آنها که همیشه چند قدم عقب‌تر از همسن و سالهای خود هستند و هیچ وقت همپای آنها نمی‌شوند. برای همین است که زندگی این کودکان معلول سخت‌تر از معلولان دیگر است. آنها در دنیای خود که نمی‌توانند بگویند در آن چه می‌گذرد، همیشه تنها هستند، با دو چشم هموار مبهوت، با دهان‌های اغلب باز و دست و پایی که حرکاتش در اختیار آنها نیست. برای همین است که می‌گویند والدین این کودکان به مرور فرسوده می‌شوند و افسردگی والدین هم به این موضوع اشاره دارد. مراقبت با هزار سختی. والدینی که فرزندی معلول در خانه دارند از چند ناحیه زیر فشار هستند. برخی از آنها تولد فرزند معلول را حق خود نمی دانند و زمین و آسمان گله دارند. در این حال چون نتوانستند جلوی بروز این اتفاق را بگیرند، هموان خود را ملامت می کنند. برخی اما نه تنها به خود را بلکه کودک را نیز مقصر می دانند، چون او را مسبب همه سختی های خود می دانند. همین است که زن و شوهرهایی که صاحب کودکان معلول می شوند به هم می ریزند، خشمگین می شوند، در خود می خزند، افسرده می شوند و احساس یأس و ناامیدی می کنند. این احساس در بین والدینی که فرزندان معلول ذهنی دارند قوی تر است، چون کودکان آنها در قبال زحماتی که اطرافیان برای آموزششان می کشد واکنشی که گویای پیشرفت آنها باشد بروز نمی دهند. دلزدگی بیشتر والدین نیز از این بابت است. هزینه های نگهداری معلولان زیاد است، از مخارج عادی زندگی گرفته تا هزینه های گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی و وسایل کمک توان بخشی مثل عصا، ویلچر، تخت برقی و تشک مواج برای بیماران قطع نخا. معلولان قطع نخا بر ادرار و مدفوع خود نیز کنترل ندارند، پس هزینه های پوشک نیز به هزینه های دیگر نگهداری آنها اضافه می شود. همچنین هزینه گرفتن پرستاری شبانه روز برای معلولان قطع نخا، گردنی که بسیاری از خانواده ها توان مالی استخدام او را ندارند. برای همین است که بیشتر معلولان که در خانواده‌های متوسط و ضعیف زندگی می‌کنند شرایط سختی دارند و از کمترین امکانات بهره می‌برند. حمایت‌های دولتی کمرنگ است. اینکه معلول در خانواده با وجود همه محدودیت‌ها و توان اندکش مجبور است جور فشارهای مالی خانواده را نیز بکشد، خویشاوند هیچ خوشایند هیچ پدر و مادری نیست. اما اینها مشکلاتی است که از گذشته تا امروز پیش روی معلولان و خانواده‌هایشان بوده. نهادهای حمایتی نیست تا کنون آنچه که در انتظار می‌رود پشت خانواده‌ها را نگرفته
گرفتن تا آنها بتوانند بهتر و بیشتر به عضو معلول خود خدمات بدهند. البته طرح‌های حمایتی مختلفی تاکنون برای پشتیبانی از خانواده‌هایی که فرزند معلول خود را ترد نکرده و او را در جمع خانواده نگه داشتن مطرح شده، ولی هیچ کدام آنقدر فراگیر و مستمر نبوده که بتوان آن را به عنوان طرح حامی معلولان یاد کرد. سخنرانی من به اتمام رسید. دستتون درد نکنه که مایک رو در اختیارم قرار داد. خیلی ممنون از شما بانوی ترابی عزیز و موضوعی که انتخاب کردید. بله، متاسفانه یکی از مسائلی که امروز مطرح هست و بسیاری هم در واقع جامعه ایران باش دست و پنجه نرم میکنه، در خصوص خانواده ها. شما اشاره کردید، بخشی از سخنرانیتون اشاره کردید به افسردگی خانواده ها که من خودم به شخص شاهد این مسئله بودم، و متاسفانه زمینگیر شدن کودکانی که معلول به دنیا میان و متاسفانه هزینه و مخارجی که سرسام آوره. و جایی از سخنرانیتون هم اشاره کردید به تهیه وسایل یا عصایی که مورد نیاز از سر کودکان معلول، واقعا اسفناکه. و از دوستان جناب آقای رایی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. میشنویم شما. بله، خیلی ممنون. من از خانم ترابی تشکر میکنم و آفرین میگم بهشون، علت این که گذرشون بسیار تکان دهنده بود و بسیار انسانو متاثر میکنه. آفرین به تسلطشون، چون خوندن همچین گزارشی ساده نیست. من دستان بلند کردم به خاطر این نکته که یکی از متخصصین در این زمینه، آقای فرید انصاری دسفوری هستن، ایشون میگه به این افراد بگیم افراد دارای معلولیت، اسمشون رو نذاریم معلول، به این علت که این افراد در همین زمینه ها که معلول نیستن، که در همون زمینه یک نفس دارن. نکته ای رو اشاره کردن خانم ترابی که بسیار تکان دهنده است، و اونه که معلول پدر مادرش له میشن و ساده نیست داشتن فرزند معلول، به خاطر اینکه پدر مادر تمام عمر خودشون رو سرزنش میکنن. ما یک مصاحبه داشتیم با یک خانم معلولی که این در ایران در ژیمناستیک انجام میداده و افتاده از این خرک ژیمناستیک در سالن، و تمام مشکلاتی رو که خانم ترابی توضیح دادن رو برای ایشون پیش اومده، و ایشون توضیح میداد که پدر مادر من که اصلا طاقت نداشت، مثل این که پدرشون فوت کرد به خاطر همین داستان. بنابراین مسئله بسیار حساسه و در یک جامعه آزاد لازمه به این مسئله بسیار توجه بشه. مرسی، خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما و مشارکت شما جناب رایی. بله، متاسفانه گزارش انقدر تکان دهنده است و موضوع به در واقع کودکان دارای معلولیت ختم نمیشه، بلکه آمار و گزارش هایی که از کارگران دارای معلولیت هست هم بسیار اسفناک و هولناک است، با توجه به مخارج و هزینه ها و حتی رسیدگی هایی که نمیشه و کمبود بسیاری از داروها و رسیدگی شهری که واقعا دیگه به نوع خودش اسفناکه. اما بارها شده که در کلیپ ها و کلیپ ویدیوها دیدیم که کودکان و افراد دارای معلولیت همچنان معترض هستن به این مسئله، یک به مسئله دارو، دو به مسئله در واقع نبود شغل مناسب، و من یه دونه دیگه اضافه بکنم، سه تا منظورم نبود زیرساخت های شهری به دلیل رفت و آمد و در واقع مسئله که باعث میشه فشار دوچندانی هم به خودشون و به خانواده هاشون بیاد. من دعوت میکنم از جناب آقای حسین بانو شهناز کریمزاده بررسی هدف یک سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ممنون میشم. من رو با اشاره دست مایک در اختیار شما است. بانو، میشنم شما بفرمایید. سلام خدمت همه همکاران عزیز و دوستان گرامی، و خسته نباشید میگم. جلسه طولانی شده، من سعی میکنم که کوتاه سخنرانی ما انجام بدم و
امیدوارم که موثر واقع بشه. هدف توسعه پایا یا هدف یک توسعه پایدار، یکی از 17 هدف توسعه پایدار که توسط سازمان ملل در سال 2500 میلادی ایجاد شده می باشد و خواستار پایان دادن به فقر در همه اشکال است. کشورهای عضو متحد شدند که هیچ کس را پشت سر نگذارند. زیربنای این هدف تعهد قدرتمندی بین اعضای مشارکت کنندگان هستش که هیچ کس را پشت سر نگذاریم و ابتدا به کسانی که دورتر هستند دسترسی پیدا کنیم. ریشه کردن فقر در هر نوع فقر شدید، از جمله کمبود غذا، آب آشامیدنی تمیز و بهداشت آبی و فاضلابی هستش. دستیابی به این هدف شامل یافتن راه‌حل‌هایی برای تهدیدات جدید ناشی از تغییرات آب و هوا و تنش و کشمکش‌های بین‌المللی هستش. نه تنها بر افرادی که در فقر زندگی می‌کنن، بلکه بر خدماتی که مردم به اونها تکیه می‌کنن و سیاست اجتماعی که فقر رو ترویج می‌کنه یا از اون جلوگیری می‌کنه نیز تمرکز داره. پایان دادن به فقر در تمامی اشکال در همه نقاط جهان از اهداف 17 گانه توسعه پایدار هستش و هدف از تدوین اونها به وجود آوردن طرحی برای دستیابی به آینده بهتر و پایدارتر برای همه هستش. این هدف اصلی که دارای چندین شاخص برای سنجش میزان پیشرفت هستش که به طور کلی این گونه میشه بیان کرد: ریشه‌کن کردن فقر شدید در میان همه مردم در همه جا تا 2030، کاهش تا 2030 ببخشید، کاهش نسبت مردان، زن و کودکانی که در فقر زندگی میکنند در همه سنین و در تمام ابعاد بر اساس تعاریف ملی حداقل به نصف تا 2030، اجرای نظام ها و تمهیدات تامین اجتماعی برای همه در چارچوب های ملی، از جمله زمینه سازی های ملی، دستیابی به پوشش فراگیر فقرا و آسیب پذیران تا سال 2030، تضمین این که همه زنان و مردان به ویژه فقرا و گروه های آسیب پذیر تا این سال به صورت برابر از منابع اقتصادی، خدمات اولیه، حقوق مالکیت و کنترل بر زمین و اشکال تملک، وراثت، منابع طبیعی و فناوری نوین متناسب با اونها و خدمات مالی از جمله اعتبارات خرد برخوردار گردد. ایجاد تاب‌آوری لازم برای فقرا و افراد آسیب‌پذیر و کاهش تأثیرپذیری اونها از رویدادهای شدید اقلیمی و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و بحران‌ها تا سال 2030. اطمینان از تأمین قابل ملاحظه امکانات از میان منابع متنوع از جمله از راه ارتقای همکاری‌های توسعه‌ای برای تهیه وسایل کافی و منابع قابل پیش‌بینی برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه کمتر توسعه یافته، برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های پایان دادن به فقر در تمام ابعاد، ایجاد چارچوب سیاستی قابل اتکا در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر اساس راهبردهای توسعه معطوف به فقرا و حساس به تمایز جنسیتی برای حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری در اقدامات فقرزدایانه، پایان بخشیدن به گرسنگی و تضمین دسترسی همه مردم به ویژه افراد نیازمند و آسیب‌پذیر از جمله نوزادان به غذای سالم، مغذی و کافی در تمام طول سال. تا سال 2030 پایان بخشیدن به همه اشکال سوء تغذیه و دستیابی به اهداف توافق شده بین‌المللی در ارتباط با کودکان زیر 5 سال بازمانده از رشد طبیعی از نظر قد و وزن نسبت به سن، همچنین رسیدگی به نیازهای تغذیه‌ای دختران نوجوان، زنان بار یا شیرده و سالمندان تا سال 2025، افزایش دو برابری بهره‌وری کشاورزی و درآمد تولید کنندگان خرد محصولات غذایی به ویژه زنان، مردم بومی، دامداران، ماهیگیران و خانواده‌های کشاورز از روش‌های مختلف شامل دسترسی مطمئن و برابر به زمین، سایر منابع و امکانات تولیدی،
دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصت‌های ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در بخش‌های غیر کشاورزی تا سال 2030. اطمینان از وجود نظام‌های پایدار تولید غذا و اجرای روش‌های کشاورزی انعطاف‌پذیر که تا سال 2030 باعث افزایش بهره‌وری و تولید بشه. به حفظ زیست‌بوم‌ها کمک نماید و ظرفیت سازگاری با تغییرات اقلیمی، شرایط آب و هوایی سخت، خشکسالی، سیل و سایر بلاهای طبیعی را تقویت کرده و به تدریج کیفیت زمین خاک را بهبود بخشد. حفظ تنوع ژنتیکی بذرها، گیاهان زراعی، حیوانات پرورشی و اهلی و سایر گونه‌های وحشی وابسته به آنها از روش‌های گوناگون شامل مدیریت کارآمد بانک‌های متنوع بذر و گیاه در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتقای دسترسی و مشارکت عادلانه در منافع حاصل از بهره‌برداری از منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آن طبق توافقات بین‌المللی. افزایش سرمایه‌گذاری به شیوه‌های گوناگون از جمله افزایش همکاری‌های بین‌المللی در زیرساخت‌های روستایی، پژوهش کشاورزی و خدمات ترویج، توسعه فناوری و بانک‌های ژن گیاهی و دامی با هدف افزایش ظرفیت تولید کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح و جلوگیری از محدودیت‌های تجاری و تحریف در بازارهای کشاورزی جهانی از راه‌های گوناگون از جمله حذف موازی تمامی اشکال یارانه‌های صادراتی کشاورزی و تمام تمهیدات صادراتی با تأثیرات برابر منطبق با اصول مذاکرات توسعه در اجلاس دوحه، اتخاذ تمهیدات لازم برای اطمینان از عملکرد مناسب بازار مواد غذایی و مشتقات آن و تسهیل دسترسی به موقع به اطلاعات بازار شامل اطلاعات مربوط به ذخایر مواد غذایی به منظور کمک به محدودسازی نوسانات شدید قیمت مواد غذایی. علی‌رغم پیشرفت‌های مداوم 10% از جمعیت جهان در فقر زندگی می‌کنند و برای رفع نیازهای اولیه مانند بهداشت، آموزش و دسترسی به آب و بهداشت تقلم می‌کنند. فقر شدید در کشورهای کم درآمد به ویژه کشورهایی که تحت تاثیر درگیری‌ها و ناآرامی‌های سیاسی قرار دارند، رواج و شیوع دارد. در سال 2015 میلادی بیش از نیمی از 736 میلیون نفری که در فقر شدید زندگی می‌کردند در جنوب صحرای آفریقا واقع بودند. بدون تغییر قابل توجهی در سیاست‌های اجتماعی، فقر شدید تا سال 2030 میلادی به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت. نرخ فقر در منطقه روستایی 17.2% و 5.3% در منطقه شهری. تقریباً نیمی از آنها کودک هستند. یکی از شاخص‌های کلیدی که فقر را اندازه‌گیری می‌کند، نسبت جمعیتی است که زیر خط فقر بین‌المللی و ملی زندگی می‌کنند. اندازه‌گیری نسبت جمعیت تحت پوشش سیستم‌های حمایت اجتماعی و زندگی در خانوارهایی با دسترسی به خدمات همگانی اولیه دولتی نیز نشان‌دهنده سطح فقر است. ریشه‌کنی فقر با همه‌گیری کووید 19 در سال 2020 میلادی دشوارتر شده است. قرنطینه‌های محلی و ملی منجر به فروپاشی فعالیت‌های اقتصادی شد که منابع درآمد را کاهش یا حذف کرد و فقر را تسریع کرد. مطالعه که در سپتامبر 2020 میلادی منتشر شد نشان داد که با اینکه در 20 سال گذشته به طور پیوسته فقر در حال کاهش بوده است، فقر تنها در چند ماه به دلیل کووید 19 7% افزایش یافت. هر گونه تردید در جهانی که توسعه به شکل پایدارش در نظر باشد، دیگر جایی برای هیچ شکلی از فرق وجود نخواهد داشت. من سخنرانیمو تموم میکنم و مایک رها میکنم. اگه سوالی چیزی. خیلی ممنون از شما و گزارش جامع و کامل شما. از دوستان و بقیه شرکت کننده و اگر صحبتی داره برای آقای رایی، قبل از اینکه ماکس بدم به شما یه اشاره بکنم، همچنان جمهوری اسلامی متاسفانه توی بررسی هدف در واقع هدف یک سند 23 یونسکو همچنان درگیره و طبق آخرین اخباری که من خوندم چند روز اخیر دوباره مثل اینکه
در موردش صحبت هایی شده و درگیر هایی هست. جناب آقای رایی، مایک با شما سپرد. بله، خیلی ممنون، خیلی ممنون از گزارش شما خانم، بسیار جالب بود. یه نکته رو میخوام بگم و در رابطه با این نکته میخوام ببینم شما تحقیق کردین روی این مسئله و میتونیم به این جواب بدیم. در ایران میدونیم در اوایل دوران صفویه استان خوزستان غذای تمام اون ایران بزرگ و نه ایران فعلی رو میداد و محصولات کشاورزی ایران مال استانهای دیگه صادر میشد. در واقع میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که استبداد هستش که یک مقدار زیادی این سرزمین ایران رو که آباد بود به اینجا کشونده. یک قسمت دیگرش هم برمیگرده به تغییر آب و هوایی و گرم شدن زمین. در رابطه با این مسئله آیا شما میدونید راه حلی برای وضعیت اقلیمی؟ اقلیم که میگم منظور سرزمین آب و هوایی رو میگن اقلیم. اقلیم ایران راه حلی وجود داره؟ مثال میزنم چند تا رو. مثلا برزیل با رواندا اگه اشتباه نکنم، یک کشور افریقایی است، اینا شرایط مساوی هم دارن از نظر ارتفاع و وضعیت جغرافیایی. در برزیل باد از دریا به طرف سرزمین میاد، بنابراین خوشسالی نیست، سرزمینی است که اندازه آب داره. در این رواندا آب باد از سرزمین به طرف دریا میره و بنابراین تمام این رطوبت و ابر رو با خودش میبره. آیا در مورد ایران مطالعاتی شما دیدین که توضیح بده این وضعیت اقلیمی ایران چه تغییراتی کرده که اون سرزمین آباد به اینجا کشیده شده؟ خیلی ممنون، مرسی. ممنون از شما جناب آقای عزیز. بانو کریمزاده عزیز، اگر در این رابطه شما اطلاعی دارید و تحقیقاتی کردین با اشاره دست مجددا من رو راهنمایی کنید که ما که در اختیارتون قرار بدم ممنون میشم. مایک با شما خواهم کنده رو بکنم. ببخشید من مطالعه در این رابطه نداشتم، اما خب فکر میکنم که این شرایط اقلیمی کشور ما بیشتر الان تحت تاثیر مثلا بیشتر تحت تاثیر ساختمون سازی یا مثلا استفاده نامناسب از محیطایی که داریم، مثلا از بیابون یا مثلا از دریا یا از جایی که منطقه مثلا کوهستانی و اینا، به نظر من نمیتونن اون استفاده خوب داشته باشن. مثلا تو کشور ما نمیتونن برنامه ریزی کنن برای از این محیط ها. تا این حد میتونم جواب بدم. حالا باز شما که اگه کسی مطالعه داشته باشه ممنون میشم که در اختیارمون بذارم. بله، ممنون از شما خانم کریمزاده عزیز. جناب آقای رایی بفرمایید، ما شما. بله، یه سری مطالعاتی من دیدم به عنوان مثال در مورد کنترل سیل ها. در ایران 70% آب ها بخار میشه. دلیلش اینه که سد سازی شده، این آفتاب شدیده و بخار میشه و زمین ها به میزان زیادی همونطور که شما توضیح دادین ساختمون سازی شده و آسفالت کردن و همینطور بتون ریزی کردن و بسیاری از کارهای ساختمانی موجب میشه که این آب جذب زمین نمیشه و بنابراین سیلاب را میفته و این سیلاب رو ما نمیتونیم جذب کنیم. یک نمونه در ایران نمونه خوب وجود داره و اون شهر فسا است. در اونجا زمین به صورت غیفی هستش. فسا نزدیک شیراز. اونجا به صورت غیفی هست. اونجا آمدن دور کانال کندن و ذخیره درست کردن و این آب باران که میاد، همون اندکی هم که در ایران باران میاد، در اونجا به اندازه کافی ذخیره میشه و تونستن اون منطقه رو منطقه آباد کنن. همیشه آب اونجا برای کشاورزی و باغداری دارن. دلیلش همون سیستمی است که به وجود آوردن که این آب رو میتونن بگیرن.
نمیاد بره سیلاب. برام عزیز دلم بله. عمرت بعد نیستم و بنابراین یه سری راه حل ها رو میشه یا در مورد خوزستان در جنگ ایران عراق یه طرحی رو آوردن، اون موقع فرمانده قوا آقای بنی صدر بود، به آقای بنی صدر دادن که در آقای کشاورز صدر رو آوردن این طرح رو دادن که در خوزستان یه شبکه آبیاری وجود داشت در قدیم که به وسیله اون بود که این خوزستان آبیاری میشد. آقای بنی صدر از خودمون آقای صدر کشاورز صدر که چند سال پیش فوت کردن ازشون خواست که اون رو اون سیستم آبیاری کانال کردن آبیاری رو دوباره احیا کنند و ایشون رفت اون در رو اجرا کرد و در جنگ ایران عراق موقع که پیش آمد همون طرح آبیاری موجب شد که سربازان عراقی رو به میزان زیادی از اون منطقه بیرون کردن، یعنی آبها رو روان کردن و سطح آب اومد بالا و بنابراین اونا فرار کردن. بنابراین یه سری راه‌حل‌ها رو می‌شناسیم، یا سیستم قنات ایران میتونه در جاهایی جواب مناسب باشه به این علت که بسته است بخار نمیشه. بنابراین مشکل بزرگ ایران با همون میزان کم آبش اینه که این همین میزان کم رو نمیتونیم خوب نگه داریم و این مشکل بعدی رو هم پیش بیاره و اون مسئله فرونشست زمین هست. مشکل فرونشست زمین هم در بعضی از کشورهای دنیا راه حل پیدا کرده ولی در ایران این گونه که داره پیش میره این فرونشست ها میتونه دیگه دائمی بشه و دوباره سطح زمین بالا نیاد. بنابراین ما مشکلی که در ایران داریم اینه که از اونجایی که در همه نقاط آب نداریم، از آب سفره های آب زیرزمینی زیاد استفاده کردیم، به جای اینکه 40% استفاده بشه از 40% اونا بیش از 90% استفاده شده و داریم میدونیم به طرف اینکه دیگه این سفره های آب زمینی رو به علت فرونشست زمین و عوامل دیگه نتونیم جبرانش بکنیم مگر اینکه متخصصان جهانی باشن بخوان این مسئله رو حل کنن. در حالی نشان دهنده این است در کشور ما حکومت داری به میزان زیادی در طول تاریخ با آب، تقسیم آب و نگهداری آب رابطه داشته و به عنوان مثال دریاچه ارومیه 3500 سال اگه درست نکنم یا 3000 سال این همیشه آب داشته. بی‌لیاقتی حاکمیت رژیم، حاکمیت فعلی یا رژیم فعلی هستش که این مسئله درش ارومیه رو نتونسته حل بکنه. چرا؟ به این علت اینقدر چاهای عمیق زدن که این در واقع دریاچه رو سوراخ کرده. عمق چاهای عمیق عمیق‌تر از کف دریاچه رضایی است و بنابراین خود به خود این چیز میشه خشک میشه. همچین پدیده ای رو این توی این 3000 یا 4500 سال خودش اطراف خودش نداشته دریاچه ارومیه. و در واقع توجه داشته باشیم که بعضی از پدیده های طبیعی خودشون حالت چرخشی دارن، خودشون رو جبران میکنن. مثلا در ایالت تگزاس امریکا اگه اشتباه نکنم یه سدی شکست و بیابانی که بود اون بیابان رو دریاچه ایجاد کرد. فکر میکردم بعد از مدت این دریاچه خشک خواهد شد، دیدن نه خشک نشد و خودش ابر و باران آورد و این دریاچه دائمی شد. به همین علت یه طرحی رو زمان شاه ساختن برای اینکه این دریاچه کویر، ببخشید این کویر لوت ایران یه دریاچه بوده، حتی میگن این کشتی نوح رو که میگن در همین جا بوده، این بر اثر زلزله آمده ترک خورده. حالا سازمان های بزرگ جهانی هستن که میتونن بیان بتونکاری بکنن اون درز رو که این آب رو که اگر دوباره اینجا رو دریاچه‌اش بکنیم آب به طرف خلیج چیز نره، دریای عمان نره. بنابراین 80 میلیارد دلار هم خرج، اگر یادتون باشه هم حسن روحانی با همین که این طرح رو اجرا میکنه آمد رئیس جمهور شده، این برنامه‌اش این بود که با تحریم و اینا اون طرح رو نتونست اجرا بکنه. بنابراین یه سری راه حل هایی وجود داره که من بعضیاشو که میشناختم الان برای شما گفتم، ولی حتما راه حل های دیگه و مسائل دیگه هم هستش و این مسلما با فقر همونجوری که توضیح دادیم در ارتباط هست و وضعیت طبیعت با فقر انسان ها و امکانات انسان ها و حتی با رشد انسان ها در ارتباط تنگاتنگ قرار میگیره. مرسی، خیلی ممنون. ممنون و سپاس ویژه آقای رای، اطلاعات خیلی
موثر و جالبی بود، مثلا اون شهر فساده که شما فرمودین، من در واقع تو حوزه مطالعاتی من اصلا نبوده، نمیدونستم واقعا استفاده کردم از این زمینه. بله من کاملا با شما همسو و معتقد هستم که این جریان همچنان خیلی رابطه تنگ و تنگی با فقر هم داره که متاسفانه ناکارآمدی جمهوری اسلامی غیر از خوش شدن این دریاچه ها برای ما چیزی متاسفانه به ثمر نداره که عواقبش هم داریم میبینیم در طی 3-4 سال اخیر که متاسفانه چه در واقع ضررهایی رو ایجاد کرده حتی برای افرادی که اونجا زندگی میکنن. و یه سری مقالات هم در این رابطه بود که عامل ایجاد بیماری هم میشه در واقع خوش شدن این دریاچه ها. دعوت میکنم از جناب آقای حسین مرادی زاده با موضوع سخنرانی تجاوز به حقوق کودکان. لطف بفرمایید من رو با اشاره دست راهنمایی بفرمایید که مایک در اختیار شما قرار میدم. بفرمایید مایک در اختیار شما. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حضار در جلسه، مهمانان گرامی، دوستانی که ما رو میبینن و یا صدای ما رو میشنون. موضوع بنده سوء استفاده جنسی از کودکان هستش. یکی از مهمترین مسائل تأسف برانگیزی که در سالهای اخیر توجه بیشتری به آن شده است، مسئله تجاوز جنسی به کودکان میباشد. از دیرباز تا کنون افراد زیادی که از بیماری‌های جنسی برخوردار می‌باشند با بی‌توجهی به جسم و روح کودکان اعمال و رفتارهای جنسی علیه کودکان را نشان می‌دهند که مطابق گزارش‌های آماری در بسیاری از مواقع از جانب افراد نزدیک و آشنایان انجام می‌شود. سوء استفاده جنسی از کودکان چیست و به چه رفتارهایی گفته می شود؟ سوء استفاده جنسی از کودکان که در دسته خشونت علیه کودکان قرار می گیرد به هر گونه اعمال یا رفتارهای جنسی که بزرگسالان علیه افراد کم سن، سنین زیر 12 و 13 سال و به طور کلی افرادی که به بلوغ فکری، جسمی و جنسی نرسیدند انجام می شود. این رفتارها می توانند به عناوین مختلفی صورت بگیرند، به هم از دست تجاوز جنسی، تعرض جسمی و جنسی، برقراری تماسهای جسمی و جنسی، تعرض روحی مثل نشان دادن تصاویر نامناسب به کودکان یا الفاظ رکیک جنسی. این رفتارها با اهداف جنسی صورت می‌گیرند و در بسیاری از مواقع ناشی از بیماری‌های روانی جنسی می‌باشند. در بسیاری از افراد جامعه وجود دارد. متأسفانه در بسیاری از مواقع این حرکات با تهدید و ترساندن کودکان همراه می‌شود که منجر به مسکوت ماندن تعرض و تجاوز می شود. همچنین در گزارش‌های جمع‌آوری شده مشاهده شده است که بسیاری از والدین با اطلاع از تجاوز به فرزند خود با ترس از واکنش‌های اجتماعی و قضاوت دیگران نسبت به آسیب روحی فرزند خود بی اهمیت مانده و به جای پیگیری به مخفی نگه داشتن ماجرا پرداختند. علت سوء استفاده جنسی از کودکان چیست؟ سوء استفاده جنسی از کودکان یکی از ناهنجاری ها و اختلالات روانی به نام پدوفیلی نشأت می گیرد و کسی که به این بیماری روانی دچار می باشد نیز پدوفیل نامیده می شود. این بیماری که با نام کودک خواهی یا گرایش جنسی به کودکان نیز شناسایی می شود. البته افراد پدوفیل تنها میل جنسی خود را به کودکان نشان می دهند.
در حالی که در بسیاری از مواقع مشاهده شده است که افرادی با اختلالات روانی جنسی علیه تمامی سنین رفتارهای تعرض‌آمیز جنسی از خود نشان دادند. برخلاف تصور عموم که گفته می شود تعرض و تجاوز تنها علیه دختران انجام می شود، در سوء استفاده جنسی از کودکان چنین نمی باشد و پسران زیادی قربانیان تجاوز به کودکان می باشد که متاسفانه در سالیان اخیر آمار سعودی نیز داشته است. افراد متجاوز با استفاده از شیوه های مختلفی و با ایجاد ترس، تهدید و اجبار کودکان را مجبور به انجام اعمال جنسی می کنند که تأثیرات بسیار زیاد و عمیقی در روح و روان کودک به جای خواهد گذاشت. اثرات روانی سوء استفاده جنسی از کودکان. اثرات و پیامدهای تجاوز جنسی به کودکان بیشمار می باشد و به دو دسته تأثیرات بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می گردند. معمولاً در سوء استفاده جنسی از کودکان تأثیرات جسمی نیز به جای می‌ماند که البته غیر قابل مقایسه با اثرات روحی ناشی از این اتفاق می باشد. این اثرات کوتاه مدت عبارتند از کابوس‌های شبانه، عدم انجام فعالیت‌های کودکانه، صحبت نکردن، گوشه‌گیری و انزوا، شب ادراری و اختلال در غذا خوردن می باشد. این اثرات ممکن است پس از مدتی از بین بروند و همچنین ممکن است تا سالیان دراز باقی بماند. اما برخی از اثرات روانی نیز وجود دارند که مدت بسیار طولانی و حتی گاهی تا آخر عمر در قربانیان باقی می ماند. اثرات بلند مدت سوء استفاده جنسی از کودکان عبارتند از افسردگی، مشکل اعتماد کردن به دیگران، دوری از اجتماع، استرس و اضطراب بیش از اندازه، اختلال در خواب، کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس، عصبانیت بیش از اندازه، دوری از هر گونه فعالیت جنسی حتی با همسر، دچار شدن به بیماری‌های اختلالات جنسی. بسیاری از این افراد که به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه از این اثرات رنج می‌برند، باید از طریق مشاور مربوطه به روان درمانی بپردازند تا تأثیرات این تعرضات در کودکی به مرور از بین برود. و اما آمارها در مورد واکنش‌های رفتاری پس از سوء استفاده جنسی از کودکان چنین است. 33% به انواع افسردگی مبتلا شدند. 32% در اعتماد کردن به دیگران به مشکل خوردند. 28% در زمان تجاوز یا بعدها به خودکشی فکر کردند. 22% به خودآزاری روی آوردند و 22% اقدام به خودکشی کردند. به طور کلی در اکثریت قربانیان سوء استفاده جنسی از کودکان افسردگی، ترس و واهمه، استراب و استرس، خودآزاری و اقدام به خودکشی و حتی اعتیاد به مواد مخدر مشاهده شده است. چگونه از سوء استفاده جنسی از کودکان جلوگیری کنید؟ بی‌تفاوتی پدر و مادر نسبت به فرزندان می‌تواند یکی از مهمترین عاملین باشد. اما راه‌های جلوگیری عبارتند از در زندگی فرزند خود نقش مهمی داشته باشید. خود را به کارهایی که روزانه انجام می‌دهند علاقه‌مند نشان دهید. افرادی که به زندگی فرزند شما وارد می‌شوند بشناسید. اگر از پرستار بچه یا مربی خصوصی استفاده می‌کنید حتماً با دقت آنها را انتخاب کنید. به نشانه هایی که خبر از تجاوز جنسی یا سوء استفاده جنسی از کودکان می دهند دقت کنید و اگر آن را مشاهده نمودید
بی توجه از کنار آن عبور نکنید و سریعا مورد پیگیری قرار دهید. فرزند خود را تشویق کنید که با شما صحبت کنید. در مورد ممنوعیت ها با او صحبت کنید و اجازه بدهید که بداند هیچ کس حق لمس بدن او را ندارد. به او کمک کنید که کلماتی را برای اعضای مختلف بدن انتخاب کند تا در زمانی که این کلمات تغییر کرد و یا به نحو دیگری ادا شد متوجه شوید و اتفاقی که در حال افتادن است را کشف کنید. در دسترس فرزندان خود باشید و اجازه بدهید که کودکان شما بدانند که شما در کنارشان هستید و در صورت بروز هر گونه مشکل می توانند به شما اعتماد کنند و حرف بزنند. به آنها اطمینان دهید که از صحبت با شما به دردسر نمی افتند. برخی از والدین به خاطر کوچکترین مسائل با فرزندان خود تند صحبت می کنند، حتی زمانی که فرزندان واقعا تقصیرکار نیستند. همین موضوع باعث می شود که اگر مشکلی مانند تجاوز جنسی رخ دهد با پدر و مادر خود در میان نگذارند. اگر فرزند شما در مورد چیزی صحبت نمی کند، خود مستقیما سوال بپرسید. برای مثال بپرسید آیا چیزی هست که بخواهی در مورد آن صحبت کنی؟ تمامی موارد فوق موجب می شود تا اگر از کودک شما سوء استفاده شده است متوجه شوید و یا اگر در شرف رخداد آن است آن را پیدا کنید و از آن جلوگیری کنید. بعد از تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان چه باید کرد؟ متاسفانه افراد زیادی تصور می‌کنند که بعد از تجربه این اتفاق باید آن را رها سازند، چرا که وقتی تجاوز اتفاق می‌افتد دیگر اتفاق افتاده است و فقط باید از آن گذر کرد. این تصور کاملا اشتباه است و اثرات جسمی تجاوز و تعرض تنها گوشه‌ای از عوارض این اتفاق می‌باشد. بسیاری از افرادی که در کودکی به آنها تجاوز شده است تا آخر عمر نتوانستند با آن کنار بیایند. باید به قربانیان تجاوز به کودکان کمک کرد که این موضوع را بپذیرند و عوارض آن را کاهش بدهند. تنها در این صورت است که افراد می توانند تا حدودی به زندگی پیشین خود برگردند. بهترین راه مشاوره کودک می باشد و اگر از دوران کودکی گذر کرده است با یک روانشناس یا مشاور موضوع را در میان بگذارید. فراموش نکنید آنچه اتفاق افتاده تقصیر هیچ کودکی نیست و وظیفه ماست که برای داشتن جامعه‌ای سالم به کودکانمون کمک کنیم. سپاس که من رو شنیدید. من مال پرها. با تشکر از شما و مطلب بسیار جالب و یعنی من سخنرانی بسیار آموزنده و نکات خیلی ریز و دقیقی رو بهش اشاره کردیم. من قبل از اینکه مایک رو به استاد گرامی آقای گلزار بگم چند نکته هم بهش اضافه بکنم که متاسفانه بحث تجاوز به کودکان هم همیشه همراه با در واقع تابوهایی تو کشور ما همراه بوده. یکی از اون تابوهایی که همیشه ازش یاد میشه و حتی در موردش فیلم هایی ساخته شد، فعالان اجتماعی، فعالان مدنی، فعالان حقوق کودک داخل ایران و حتی کنشگرانی که در بحث رسانه فعال بودن بارها و بارها مستنداتی رو ساختن که سکوت نکنید در برابر چنین جنایاتی، در برابر همچین تجاوزهایی. و همینطور که آخر سخنرانی شما اشاره کردید کودک مقصر نیست و باید این افشاگری بشه، اطلاع رسانی بشه و ما میبینیم که در طی سالهای اخیر هم همین اتفاق اخیری هم که متاسفانه در یکی از شهرهای جنوبی کشور ما اتفاق افتاد میبینیم که خانواده ها کمتر سکوت میکنن، اما همچنان هستن که همچنان این تابو خونده میشه و به نوعی سکوت اختیار میکنن خانواده ها و همراهی نمیکنن. و از اون طرف هم آسیب های روحی روانی که در واقع
به کودک وارد میشه انقدر شدیده که تا سالها بعد متاسفانه این خسارات معنوی که به کودک وارد شده اثرات روانیش همچنان پایدار هست. آقای گلزار یه جا اشاره کرد، گفت بعضی از دوستانی که ما همچنان باهاشون میشینیم خاطرات زندان رو میگن. در واقع یه سری ترس‌ها و یه سری پیامدهای ناشی از تجاوز به کودکان همچنان باهاشون باقی میمونه که متاسفانه هیچگاه فراموش نمیکنن. و جدیدن هم در چند سال اخیر هم جنبش هایی در واقع اتفاق افتاده که میان و تجاوز هایی که در کودکی بهشون اتفاق افتاده رو افشا میکنن، حالا به طرق مختلف. و این یکی از معضلاتی که نه تنها در کشور ایران هست بلکه در کشور بسیاری از کشورها متاسفانه هست و فعالین همچنان سعی میکنن که با این پدیده مبارزه بکنن. یکی دیگه از مسائلی که می‌خواستم اشاره بکنم، خیلی از این پرونده‌ها از پزشکی قانونی متأسفانه بیرون درز نمی‌کنه، چون میگن که مسئله امنیتی است و اینقدر این بعد خبری شدید هست، اینقدر در واقع آسیبی که افشای این خبر یعنی برمی‌انگیزه این فشار عمومی رو، سعی می‌کنن که این اخبار رو به بیرون درز ندن. متاسفانه من شاهد یک پرونده ای بودم در دانشگاهی هست که زمانی کارآموزی میکردیم ما سر کلاس های پزشکی قانونی، در واقع اساتید ما خب بعضی از پرونده ها رو به ما افشاگری میکردن، از این اتفاقات در واقع افتاده بود در شهر اصفهان که کودکی متاسفانه مورد تجاوز 5 تن از در واقع افرادی که بعضن کارگر و دانشجو همخونه بودن اتفاق افتاده و منجر به فوت کودک شده بود. و این پرونده هایی بود که امنیتی بودن و به عنوان مثال هیچ موقع بیرون درز نمی‌کردن، اما اساتید ما خب ما باهاشون رابطه صمیمانه تری داشتیم، میگفتن این پرونده ها هست و به دلیل اینکه خیلی هم امنیتی میشه و خیلی از این در واقع خشم عموم رو برمی‌انگیزه، اینا به بیرون درز نمی‌کنه. مسئله هست که واقعا فاجعه آمیزه. آقای اصخایی میکنم بانو لیدیا اشعری ما اکترخ اصخایی میکنم جام گذر دست شما از قبل بالا بود، من جام گذر شما بفرمایید بعد بانو اشعری. نه بفرمایید خانم اشعری، بفرمایید شما. با سلام خدمت همه دوستان و شما آقای گلزار و همچنین سایر دوستان. البته روزهای بسیار بحرانی رو در ایران شاهد هستیم که امیدوارم با اتحاد و در کنار هم بودن از هر تفکری بتونیم در واقع به رشد سیاسی در ایران کمکی داشته باشیم. اما صحبت از تجاوز به کودکان میشه، من یعنی حالا اون افرادی که مریض هستن و به نوع و به کودکان تجاوز میکنن، اون مسائل رو ما بذاریم کنار که البته باید بهش پرداخت، نه اینکه بذاریم کنار، برای اینکه اونم کارشناسی میخواد و به اون مسائل هم باید پرداخت، برای اینکه منجر به آسیب اجتماعی میشه. ولی ببینید حکومت ایران خودش به کودکان ما تجاوز جنسی میکنه. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه در واقع در ایران ما ازدواج های سه شرطی داریم. این ازدواج های سه شرطی که هم یعنی از سن بلوغ کودکان رو آماده میکنه برای ازدواج رسمی، این خودش منجر به تجاوز جنسی به کودکان میشه. خانم خزعلی که معاون رئیس جمهور هست خودش عنوان میکنه که با دلایل مختلف با نابالغ همسری مخالفی، ولی و اینطور عنوان میکنه که ناظر به بافت فرهنگی و جغرافیایی و دیگر عوامل مؤثر بر بلوغ جنسی و عقلی در مواردی کودکی زود تمام شود و یا در مواردی کودکی تا اواسط جوانی نیز استمرار یابد، رسالت ما رساندن جامعه به واسطه آموزش و تربیت به بلوغ فکری است. بلوغ جنسی خود به خود به وقوع خواهد پیوست. ما طرفدار قطعی ازدواج بالغانه هستیم. اما این خانم در جای دیگری عنوان کرده توسعه معاون امور زنان و خانواده دولت رئیسی به دختران 9 ساله مبنی بر تشکیل خانواده برای پرورش سلیمانی ها.
یعنی این خانم داره خودش اشاره میکنه که دختران 9 ساله میتونن ازدواج بکنن. حتی طبق اون قانونی که خودشون گذاشتن که در واقع اون همون ازدواج سه شرطی است که باید البته قبلا 9 سال بود برای دختران و برای پسران 13 سال که بعدن حالا یه مقداری روش تغییر کردن به صورت رسمی گفتن برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال، ولی الان این خانم خودش عنوان کرده که این تاریخ این خبر هم مربوط به پارسال هست و یعنی 1401 31 فروردین 1401. این خانم خودش مبلغ این هست که به دختر 9 ساله، یعنی دولت میگه که مشکلی نیست، این میتونه این بچه میتونه ازدواج بکنه. خب این بچه وقتی ازدواج کرد یعنی که در واقع تجاوز رسمی بهش میشه. ما دیگه چرا و این اصلا خودش بیماری رو اشاره میده. پس ما به دنبال این که افرادی که دچار عیب فکری یعنی عیب مغزی هستن، ما چرا باید به دنبال اون افراد باشیم؟ باید اول این رو چاره بکنیم که در واقع عموم کودکان رو مبتلا خواهد کرد، یعنی ازدواج هایی که زیر حالا طبق کنوانسیون حقوق کودک که کودک کلن به افرادی با اطلاق میشه که زیر 18 سال هستن، حتی از نظر فکری ما همون 18 سال هم برای کودکان زود میدونیم، برای اینکه باید بار سیاسی اجتماعی و فرهنگی یک جامعه رو به دوش بکشن. چطور میتونیم برای یک دختر یا یک پسر 9 سال 15 سال یا 13 سال بتونیم بگیم که اینها میتونن آماده ازدواج هستن، که در بسیاری از مناطق محروم کودکان به خاطر اینکه خانواده هاشون نمیتونن بار مالی رو بکشن بچه های خودشون رو رسما میفروشن و اینها فجایع است، یعنی فجایع انسانی در کشور هست. من خواستم به این موضوع هم اشاره کرده باشیم که فقط مربوط به اون مسائل نیست که از نظر بیماری، یعنی افرادی که از نظر بیماری دست به این کار را میزنن، از نظر در واقع حکومت ایران و دولت ایران هم این اتفاق میفته. من مایک رو میبندم و تشکر از وقتی که به من داده شد. ممنون بانو اشرفی عزیز، ممنون از نقطه نظراتتون و نکات ریز مهمی رو که بهش اشاره کردیم. جناب آقای گلزار، مایک با شما. بله، سلام مجددا میکنم به سرکار خانم و مدت ها بود صدای شما رو نشنیده بودم. خدمتتون عرض کنم که در مسئله تجاوز چندین مورد دیگه هم به کودکان مشاهده میشه. یکی مسئله کودکان کار در ایران که یکی از آسیب هایی که این کودکان میبینن مسئله تجاوزی است که یا سوء استفاده جنسی است که از اونها هم میشه. یکی مسئله خانواده های معتاده که اون هم به همین ترتیب و وقتی که به اونها توجه میکنیم میبینیم که اون آسیبی که اونها میبینن کودکانشون، یکی از دلایلش اینه که این بچه‌ها میافتن تو چرخه کودکان کار، چرخه کودکان خانواده‌های اعتیاد که یکی از اون آسیب‌ها آسیب‌های به اصطلاح جسمی است یا روحی است از زمینه تجاوزی که به اونها میشه. ولی یکی از دلایلی که گفته شد که چرا سند 20C در ایران مورد قبول قرار نگرفته، یکیش همینه، چون بخشی از اون مسئله فقر که بهش میپردازند و دلایل متعددی رو یا ردیف میکنن که باید اینها یا مسائل مختلفی که باید اینها حل بشه تا مسئله فقر مثلا در جهان مسئلهش حل بشه که سرکار خانم گفتن مسئله اون 18 تا توسعه‌ای که باید انجام بگیره، یکی از اونها مسئله فرهنگی است و آموزش به کودکان هست در کودکی در رابطه با مسائل جنسی یا سوء استفاده جنسی که این رو در حقیقت استبداد فقیه قبول نکرد. اما تا اونجا که من اطلاع دارم در بعضی از استانها یا بعضی از شهرهای ایران اداره آموزش پرورش با روانشناسانی که دارن در این زمینه گفتگو کردن، حتی
کلاس‌های آموزشی هم برای اینها گذاشتن و قبلش آموزش دادن که چگونه باید باشه به شاگردان، مخصوصا شاگردان دختر، این رو آموزش بدن. و بعد از اینکه این کلاس آموزشی شروع شده به کار کردن، بعد از یه مدتی گفتن که نه، دستور اومده فعلا ادامه نده تا به شما اطلاع بده. دلیلش هم این میدونم، میگم وقتی شما آموزش میدی تازه چشم و گوش شاگرد باز میشه، اون که اطلاعات داره، اون که در درون خودش این احساس رو داره، اون سوء استفاده رو باید جلوش گرفت که اون بتونه از خودش مثلا بگه نه بگه، از خودش دفاع بکنه. و مسئله دیگه اینه که روابط خانوادگی هم باید آموزش پیدا کنن که به فرزندان خودشون آموزش بدن این نوع اطلاعات رو. متاسفانه نه اینکه فقط در کشور ما این کار انجام نمیگیره، در بسیاری از کشورها، حتی کشورهای اروپایی که برای اینها کلاس و آموزش و همه این چیزا هست، وقتی مسائل بسیار ساده که شب بچه سیگار میکشه تو مدرسه، پدر مادرها نمیتونن، آموزش ندیدن که چگونه با فرزندان خودشون حرف بزنن که جلوی یا ادامه سیگار کشیدن اون رو بگیرن. مسائل جنسی که متاسفانه این کار انجام نمیده، این نیاز به یک آموزش عمومی و داره اطلاع رسانی تنها نیست، و اینکه این از لحاظ تربیتی نقش بزرگ رو خانواده ایفا کنه، مدارس نقش بسیار عمده‌ای داشته باشن در اینکه چگونه آموزش بدن تا اینکه بد آموزش نشه، بلکه بتونه اون شاگرد یا اون بچه آموزش های پیدا کنه که در موقعی که میخواد تجاوز بشه بتونه از خودش دفاع کنه تا میزان تجاوز کم بشه در جامعه. و متاسفانه خب این موارد جهان شموله و باید که براش راه حل غیر از آموزش و غیر از آموزش و باز غیر از آموزش به نظر من راه حل نیست. خیلی خیلی ممنون، من میکروفونم رو میدم. ممنون جناب گلزار عزیز از نقطه نظراتتون و نکته‌ای که فهمیدین جهان شمول هست و واقعا حائز اهمیت هستش که این مسئله رو خیلی مهم بشماریم. جناب آقای جناب مرادی زاده مجددا دست شما بالاست، مایک با شما بفرمایید. من مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان، ممنون که فرصت دوباره به من داده شد. خدمت شما عرض کنم که متنی که من آماده کرده بودم یک پژوهش علمی بود و این پژوهش علمی خیلی وارد نشده بود به موضوعات دیگر و یه سری آمار وجود داشت در مورد طبعات سوء استفاده یا روابط جنسی با کودکان. دوستان درست عنوان کردن موضوع کودک همسری، موضوع تجاوز به کودکان کار، موضوع کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست و تجاوزی که به صورت آشکار و پنهان به این کودکان انجام میشه و متاسفانه مسکوت میمونه. بزرگترین مشکلی که در ایران من فکر میکنم وجود داره در این زمینه ها تابوها و نداشتن آگاهی نسبت به مسائل جنسی و روابط خانوادگی و از این دست مسائل. شما نگاه کنید توی متنی که من قرائت کردم، کودکان معمولاً چون از طرف خانواده تحت تاثیر بد قرار میگیرن، حتی زمانی که بهشون تجاوز میشه نمیان عنوان کنن با خانواده، و اونهایی هم که عنوان میکنن خانواده ها طبق اون تابویی که وجود داره به خاطر حفظ مثلا آبروی خودشون و فرزندشون اینو پیگیری نمی کنن. یکی از دوستان در اوایل جلسه، یک سرکار خانمی بود که فکر می کنم هنوزم حضور دارن، در مورد تجاوز یا تجاوز جنسی به کودکان پرسیدن
الفاظ رکیکی هم که در خانواده یا در میان دوستان و آشنایان در جایی که کودکان حضور دارن استفاده میشه، اون هم نوعی تجاوزه. این نیست که حتما کودک رو لمس کنی یا حتما به اون کودک تجاوز جنسی بشه. نشون دادن تصاویر جنسی، استفاده از کلمات جنسی، اینها همش تجاوز حساب میشه و متاسفانه فکر نمی کنم اکثریت مردم این چیزها رو یا بدانن یا اگر می دانن رعایت کنن. بله دوستان همه صحیح گفتن، من فقط خواستم یکی دوتا نکته اضافه کنم. ممنونم که به من اجازه دادید صحبت کنم. ممنون از شما بابت سخنرانی بسیار دقیق و مشارکت شما عزیزان. جناب رای عزیز، مایک با شماست، میشنویم شما رو. من به شما مایک میدم، نمیدونم چرا خیلی ممنون. منم یه نکته رو میخوام اضافه کنم بر تمام این نکاتی رو که شنیدیم که بسیار درست هست، و اون اثر جمع بر فرد هست. موقعی که جمع یک کاری رو انجام میده، بعضی اوقات بسیار افراد فکر میکنن که اون صحیح هست. بعضی افراد خیلی معدودی هستن که در جمع که میبینن همراهی هست اعتراض میکنن. مثلا تو خیابون ممکنه یه آقای داره یه خانمی رو میزنه و طوری میزنه که مثلا من اینو میشناسم، اطرافیان هم وابیسن تماشا میکنن. یه نفر این وسط پیدا میشه که اعتراض میکنه، همون اعتراضش میتونه سازنده باشه. در مسئله در واقع همین پدوفیلی هم یک مقدار شاید بشه گفت این محیط‌های مردانه این حالت رو داره، همطور که توضیح دادن آقای محسنی‌زاده، فوش و رک، فوش، کلمات رکیک، صحبت‌های مردانه پشت زنها گاهی اوقات آنچنان شنی و زننده هستش که توی جمع پذیرفته میشه، جمع مردونه پذیرفته میشه، میگه جلوی خانوم این حرف رو نزنه، بین خودمون مثلا اشکال نداره، در صورتی که بین خودمون آقایون اشکال داره. و در واقع یه سری احساسات مسکوی ایجاد میشه، یه سری احساسات بدون اخلاق ایجاد میشه که اون میتوانه اثر منفی بذاره رو بعض کسانی که از نظر معیارهای حقوقی، از نظر معیارهای اخلاق حقوقی ضعیفن. انسان ها گاهی اوقات توجه نمی کنن به این که دو نوع مدار داریم، یا مدار مادی مادی داریم یا مدار مادی معنوی داریم. انسان هم موجود مادی هست هم موجود معنوی. این انسان موجود معنوی خودش رو محروم بکنه از این وضعیت حقوقی خودش، از این وضعیت اخلاقی خودش، از این وضعیت معنوی خودش، تبدیل به یک موجود خشک مادی مادی میشه. تمام روابط مادی مادی بستن به استبداد کار میکشونه. تمام اون موارد مادی معنوی هستش که ما رو از استبداد خارج میکنه. تمام این موارد مادی حقوقی هست، تعریف حقوقی که ما میدیم هست که ما رو باز میکنه، مدار باز ما رو نگه میداره. مثال میزنم دو تا پدر مادر رو که یکیش خوبه یکیش بد. یه پدر مادری میرم پیش یک روانشناس بزرگی به اسم پاتریک دوراگوش که روانشناس بسیار بزرگ اروپایی است. این پسرش به دخترش تجاوز کرده بود، پسر نوجوانش به دخترش تجاوز کرده بوده. میاد با پسرش رو میاره پیش روانشناس، صحبت میکنن و روانشناس از پدر سوال میکنه که خب تو توضیح، خودت توضیح بده. میگه که من چه توضیحی رو باید به پسرم بدم که همچین کاری رو نکنه؟ پاتریک دوراگوش میگه این پدر بده، پدری که نمیدونه چه توضیحی رو بده بچهش که به خواهر خودش تجاوز نکنه، این پدر مادر بده. مثال یه پدر خوب رو میزنه. یه پسری بچه‌ای رو میارم پیشش که این میخواسته ترک سیگار کنه. پاتریک دوراگوش باش صحبت میکنه، میگه که خب تو برای من بگو که چرا میخواستی؟ برای گفت من
ناراحتم از اینکه سیگار میکشم. گفت پدر مادر چه عکس العملی داره؟ گفت من جلوی پدرم اصلا جرئت نمیکنم سیگار بکشم. گفت چرا، مگه پدرت خشنه؟ گفت نه، همین که پدرم نگاه میکنه و به من میفهمونه کار بده من برای من کافیه و من این رابطه رو با پدرم دارم. میگه این پدر خوبه، پدر مادر خوب اینه، طوری بچهش رو تربیت کردی که یک اشاره کافیست. اون پدری که نمیتونه توضیح بده معیار نداره. بنابراین در جامعه ما هم یک همچین موضوعی وجود داره که ما بعضی از مسائل رو عادی جلوه میدیم، یعنی کار معنوی روش نکردیم و چون کار معنوی نکردیم برای بعضی ها فکر کنن که دیگه چیزی نیست. من خودم یادم میاد دیگه، من بعد از اینکه سربازی مو کردم از کشور خارج شدم، در دوران سربازی یادم میاد دیگه چه کارهای زشتی رو حتی بچه ها، دختر بچه های 12-13 ساله توضیح میدادن که مثلا زیر میز چطور به اصطلاح تعرض جنسی انجام میداده و میخندیدن تعجب میکردن و کسانی که در مقابل اینا بودن یا معدود بودن یا در مواردی اصلا وجود نداشت. خیلی ممنون، مرسی. خیلی ممنون از شما جناب رایی و نکات بسیار مهمی که مهم و ارزنده که در اختیار ما گذاشتیم. من بی‌وقفه دعوت میکنم از بانو آذر ارحمی عزیز با موضوع ترک تحصیل دانش آموزان. بانو ارحمی عزیز اگر لطف بفرمایید من رو راهنمایی بکنید با اشاره دست، من مایک رو در اختیار شما قرار میدم. مایک با شما هست، میشنم شما رو بفرمایید. من فکر میکنم که متاسفانه باگ خوردم یا باگ داره با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همکاران و میهمانان جلسه. من با موضوع ترک تحصیل دانش آموزان در خدمت شما هستم. یکی از بزرگترین چالش هایی که در برخی از نقاط کشور رو مسئله ترک تحصیل دانش آموزان هست و این موضوع یکی از آسیب پذیرترین مشکلات اجتماعی جامعه میشه بهش اشاره کرد. سازمان نهضت سواد آموزی نخستین بار در هفته دی ماه سال 1358 به دستور آیت الله خمینی با هدف آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان و کودکانی که در مناطق محروم به مدرسه دسترسی نداشتند راه اندازی شد. بعد از گذشت سالها و با اجباری شدن آموزش تا پایه نهم، آمار افراد تحت پوشش آموزش و پرورش افزایش یافت و به تبع اون آمار ترک تحصیل نیز کاهش یافت. اما متاسفانه به علت تغییرات زیادی که در نظام آموزشی کشور و دیگر عوامل بیرونی مانند فرهنگی، فردی، سیستمی و اقتصادی روز به روز بر آمار جاماندگان از تحصیل افزایش پیدا کرد. امسال نیز بیش از 1 میلیون نفر در دوره دبستان و دوره متوسطه در کل کشور ترک تحصیل کردند و 3,500,000 نفر هم در آستانه ترک تحصیل هستند که خود یکی از آسیب‌های بسیار جدی جامعه محسوب میشه. 3 عامل اصلی فردی، خانوادگی و اجتماعی میتواند بر ترک تحصیل دانش آموزان تاثیر بذاره. اولین نکته در این زمینه به عدم پیشرفت افراد باز میگرده که دانش آموزان ذهن فعال یا پویایی ندارن، به همین دلیل نمیتونن در تحصیل پیشرفت کنن. دومین مورد مربوط به عدم علاقه به آموزش در افراد است. گرچه فضا و نحوه برخورد مدارس با دانش آموزان نیز به تشویق یا ترک تحصیل آنها منجر میشه. و سومین عامل فردی نیز کار هست. در صورتی که دانش آموزی کاری پیدا میکنه احتمال ترک تحصیل اون بسیار بیشتر میشه. دومین عامل در ترک تحصیل دانش آموزان خانواده است. پایین بودن سطح سواد خانواده ها میتونه بر عدم علاقه و رغبت اونها به ادامه تحصیل تاثیرگذار باشه. بلعکس خانواده هایی که تحصیلات بالایی دارن فرزندانشون تمایل بیشتری برای ادامه تحصیل نشون میدن. نکته دیگر در عامل خانوادگی مقوله آشفتگیه. در خانواده هایی که تنش و درگیری بین والده فرزندان آنها بسیار بیشتره، احتمال ترک تحصیل نیز در بین اونها بیش از سایر.
همچنین در پژوهش‌هایی که انجام شده میزان ترک تحصیل در خانواده‌های تک سرپرست، خانواده‌هایی که فرزندان ناناور خانواده هستند، فرزندان طلاق و خانواده‌هایی که سرپرست ناتنی دارند بسیار بیشتر دیده میشه. در خانواده‌های پرجمعیت یا کسانی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند و والدین نمی‌توانند نیازهای اولیه فرزندشون رو تأمین کنند نیز ترک تحصیل بسیار بالاست. علاوه بر این عوامل فردی و خانوادگی، عوامل اجتماعی نیز تأثیر بسیار زیادی بر این مقاله داره. در برخی موارد خانواده ها به علل مختلف مجبور به تغییر محل سکونت از روستا به شهر یا از شهر کوچک به شهرهای بزرگ میشن که این جابجایی اصولاً در حاشیه‌های شهرها رخ میده. متاسفانه فرزندان این خانواده‌ها نمیتونن در مدارس مناسب ثبت نام بشن و به سرعت جذب کار میشن. مانند کودکان کار که به صورت غیرقانونی در شهر وجود دارن و متاسفانه در نهایت منجر به ترک تحصیل اونا میشه. در این مقوله قرار گرفتن در مسیر اعتیاد یا گروه‌های بزهکاری در دوران نوجوانی جوانی نیز از عوامل مؤثر بر ترک تحصیل فرزندان میشه بهش اشاره کرد. متاسفانه ساختار نظام آموزشی ما معلم محور و هیچ توجهی به خلاقیت دانش آموز نمیشه. ساختار آموزشی که محفوظات پرور به جای معلومات پرور فرزندان را از درس و مطالعه دور و علاقه آنها را به ادامه تحصیل از بین میبره. از طرف این نحوه برخورد معلمان با محصلان و شیوه اولیای مدرسه میتواند از عوامل بسیار مهم در ترک تحصیل دانش آموزان محسوب بشه. حجم بالای کتب درسی و سختگیری والدین برای گرفتن نمرات بالا نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر بازماندن از تحصیل دانش آموزان محسوب میشه. عامل دیگر در ترک تحصیل را روش تدریس معلمان نیز میتوان نام برد. شیوه های تدریس معلم ها به صورت محور، یعنی معلم سخنرانی میکنه و دانش آموزان نوت برداری که این منجر به خستگی و دلزدگی آنها میشه و انگیزشون رو کاهش میده. عامل مؤثر دیگر در بازماندن از تحصیل دانش آموزان وجود آموزشگاه‌های آزاد هست که رتبه بالاتری نسبت به مدارس دارن. منجر به جدایی دانش آموز از مدارس و آموزش پرورش میشه. در چه چند سال اخیر نیز به علت مشکلات اقتصادی این عامل یکی از موارد بسیار مهم در مقوله بازماندن تحصیل دانش آموزانه. خانواده‌هایی که به دلیل مسائل مالی نمیتوانند تمام هزینه تحصیل فرزندانشون رو تامین کنن و از طرفی فشار مدارس برای واریز هزینه‌های مدرسه، نقش این عامل رو بر بازماندن از تحصیل پررنگ‌تر می‌کنه. طبق آمارها 50% دختران عشایر به علت فقر از تحصیل باز موندن. عامل دیگر در ترک تحصیل دانش آموزان را در دسترس نبودن مدارس از محل زندگی آنها، روستا و شهرهای حاشیه‌ای متأسفانه به دلیل دوری از مدارس، خانواده‌ها از تحصیل فرزندانشون ممانعت می‌کنند، چرا که عدم دسترسی مناسب و با کیفیت آموزشی فشار روانی زیادی بر خانواده این بچه‌ها وارد میشه. متأسفانه نظام آموزشی حاکم بر کشور ما نیز نظام جذابی نیست و محیط شاد و لذت بخش را برای دانش آموزان مهیا نمی‌کنه. به همین دلیل دانش آموزان زمانی که از مدرسه دور میشن احساس خوشایندتری دارن و این نیز میتونه یکی از علل عدم علاقه به ادامه تحصیل در فرزندان باشه. روش‌های ارزیابی نیز در نظام آموزشی ما بسیار نامناسبه و تمام اون معطوف به آزمون سراسری دانشگاه میشه. نمونه این موارد رو در مدارس با شکل آزمون تیزهوشان، نمونه دولتی، هیئت امنایی و غیره میتوان گفت. نکته بعدی اینه که برخی مدیران و معلمان دانش آموزان را از آزمون‌های سراسری میترسونن که این یک سیستم آموزشی کاملا غلطه. شیوه خلاقیت کش و دفعی انفجاری نظام آموزشی حاکم در کشور یکی از اشتباهات نظام آموزشی ما که در سیستم کنکور دانش آموزان باید در طول 4 ساعت تمامی داشته ها و هر آنچه را که آموختند و ارائه بدن. این آزمون نیز در حقیقت تعیین کننده آینده اوناست. این چنین سبک ارزیابی میزان علاقه به ادامه تحصیل افراد را پایین آورده و امکان ترک تحصیل را افزایش داده. در بین آیتم هایی که گفته شد مسئله اقتصاد مهمترین عامل در شرایط فعلی کشوره. دولت باید بتونه در بین استانها، شهرها، روستاها و مناطق عشایری عدالت آموزشی برقرار کنه و خانواده ها را از نظر مالی در موضوع تحصیل حمایت کنه.
البته عدم امید به آینده نیز یک مسئله محوری دیگر در عرصه تحصیله، چرا که بسیاری از دانش آموزان به امید اینکه بسیاری از بستگان آنها مدرک تحصیلی بالایی دارند اما در شغل و حرفه مناسبی نیستند و یا بیکار هستند از تحصیل فاصله می‌گیرند. این عامل نیز می‌تواند نسل جدید ما را تهدید و به نوعی این مقوله ترک تحصیل را به عنوان یک خطر در دستگاه تعلیم و تربیت مطرح کند. ترک تحصیل دانش آموزان به عنوان یک چالش بزرگ در کشوری که این مسئله یک آسیب جدی در جامعه به شمار می‌آید. چالش‌های موجود در نظام آموزش پرورش کشور اما متاسفانه در برخی موارد به غیر از آموزش شاهد بی‌عدالتی‌های در زمینه توسعه نیروی آموزشی، اختصاص تجهیزات و امکانات آموزشی و توزیع سرانه در کشور هستیم که در سطح بعضی استان‌ها این بی‌عدالتی‌ها نیز بیشتر به چشم می‌خوره. بنابراین باید با انجام برنامه ریزی های مناسب و رویکرد های ترجیحی و تبعیضی این فاصله ها و بی‌عدالتی ها رو کاهش داد. حکمرانی در نظام تعلیم و تربیت را یکی دیگر از چالش های آموزشی می توان بیان کرد. اگر شخصی بتواند این چالش حکمرانی بر نظام تعلیم و تربیت را تغییر بده، می تونه ادعای این را داشته باشه که یکی از چالش های مهم در این نظام را رفع کرده. متاسفانه تغییرات پی در پی و تصمیم گیری های نابجا و اثرگذار همچنین بعضی از پارامترهای تاثیرگذار بیرونی و چالش های بزرگی را برای نظام آموزشی کشور ایجاد کرده که از علل اصلی وضعیت نابسامان کنونی نظام تعلیم و تربیت. برخی از این نابسامانی ها نیز مربوط به درون آموزش پرورشه. اما متاسفانه 90% دانش آموزانی که ترک تحصیل می کنن به اعتیاد رو میارن و در حال حاضر سن اعتیاد به 13 و 14 سال و حتی در خراسان جنوبی به مقطع ابتدایی رسیده. در حال حاضر بر طبق آمارهای حدودی میشه به 160 هزار دانش آموز معتاد اشاره کرد که این خودش یه فاجعه بزرگه. به نظر من به جای اینکه مردم رو دعوت به فرزندآوری کنند به همین نسلی که در حال حاضر هستن رسیدگی کنند، به جای اینکه در هر جا و مکانی مسجد و امامزاده بنا کنند تسلیحات تهیه کنند برای حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه، عراق، لبنان، یمن و تازگی هم روسیه تحت نظارت سپاه پاسداران به کمبود سالانه 18 هزار کلاس درس در سیستان و بلوچستان رسیدگی کنند و در قسمت راهسازی جاده‌های صعب‌العبوری که دانش آموزان نمیتونن از اون عبور کنن و تردد کنن و بازسازی کنن. به طور مثال دانش آموزان مدرسه روستای کهنه‌نیکاش در بلوچستان با فرسوده شدن مدرسه قدیمیشون احتمال ریزش سقف حتی وجود داره در فضای آزاد از ترس مار و عقرب و سرمای استخوانسوز بچه ها به تحصیلشون ادامه میدن. سیستان و بلوچستان پایین ترین شاخص های آموزشی رو در میان استان های کشور داره، کمترین فضای آموزشی و معلم و بیشترین بازمانده از تحصیل در کشور متعلق به این استانه. وضعیت تحصیل دختران عشایر رو رسیدگی کنن، دانش آموزانی که مجبور به ترک تحصیل نشد. با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 26 به حق تحصیل رایگان اشاره میکنه، یعنی اینکه هر کس حق داره که از آموزش و پرورش بهره مند باشه، آموزش و پرورش لااقل تا حدی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی باشه باید مجانی باشه، آموزش ابتدایی اجباری است، آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کنه و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشه تا همه بنا به استعداد خودشون بتونن از اون بهره مند بشن. آموزش و پرورش به طوری هدایت شه که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برسونه و احترام حقوق و آزادی‌های بشری را تقویت کنه. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی و یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسلیح بده و پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. و اما جمهوری اسلامی با بیان اینکه ما مدافع حقوق بشر هستیم ولی به هیچ یک از این موارد متاسفانه توجهی نداره. با امید روزی که ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم. متشکرم از توجهتون. با سپاس از شما بانو ارحمی عزیز و سخنرانی بسیار مفید شما و ضمن عرض تسلیت به بلوچستان عزیز که سخنرانی شما هم اشاره کردید به درصد بالایی از فقر و
مسئله که در بلوچستان هست، امروز هر روز خونینی رو شاهد بودیم در بلوچستان. از دوستان و عزیزان حاضر در جلسه اگر کسی در این رابطه سوال یا مشارکتی میخواد داشته باشه، جناب رئیسی عزیز مایک با شما هست. بله، خیلی ممنون از گزارش خوب خانم ارهامی. و یه نکته را من میخوام اضافه کنم و اون محرومیت بچه‌هایی هستن که مادرشون ایرانیه و پدرشون خارجیه و اینا مشکل شناسنامه گرفتن و کارت شناسایی گرفتن دارن که بر این مشکلات اضافه میشه. یعنی در قانون اساسی که همین بارها تغییرش دادن، از اون قانون اساسی اول آموزش رایگان باید باشه، حتی در مدارس دولتی هم رایگان نیستن، اینا پول سوخت میگیرن و میدن پول شهریه اولیه میگیرن و صحبت ها اینجوری. توجه داشته باشیم که علاوه بر تمام مشکلاتی که خانم ارهامی فرمودن، اصلا سیستم آموزشی ایران یک اشکال بزرگ داره که خانم وفا همسر آقای گلزار اون رو کار کردن روش و توضیح دادن. اشکال بزرگ این سیستم اینه که یک طرفه است، یکی درس میده یکی گوش میکنه. مثل این میمونه که شما جلوی تلویزیون نشستین، تلویزیون داره حرف میزنه و شما هم دارین گوش میکنین دیگه. این خلاقیت ایجاد نمیکنه چون رابطه دو طرفه نیست. و یک تحقیقی در فرانسه نشون داده بچه‌هایی که تلویزیون زیاد میبینن کم هوشتر هستن از بچه‌هایی که تلویزیون نگاه نمی‌کنن یا پدر مادرشون خیلی کم می‌ذارن اونا تلویزیون ببینن و دنبال کارهایی هستن که بازی‌های اجتماعی می‌کنن با خود پدر مادرها، باشون در ارتباط هستن. ساعت 6 تا 8 شب رو بچه‌ها از مدرسه میان اختصاص میدن به بچه‌هاشون و این خلاقیت بچه رو زیاد می‌کنه. در واقع یکی از مشکلات بزرگ همینه که یک طرفه است. و این اشکال این سیستم چه کار میکنه؟ اون بچه هایی رو که حالا محروم نیستن و میرن، اینها فراگیریشون خوبه، حفظ کردنشون خوبه، اما توان تجزیه تحلیلشون ضعیفه. بچه های ایرانی در یک دور که خانم وفا توضیح میدن، در یک کنکور جهانی که بین بچه های تمام دنیا برگزار میشه، هر چند سال دو سال یا سه سال یه بار برگزار میشه، بچه های ایرانی در این قسمت دوم همیشه عقبن، قسمت تجزیه تحلیل عقبن، قسمت فراگیری خوبن. همیشه هم ژاپن و کره جنوبی اولای دنیا، اونا بهترین آموزش رو دارن و بهترین رابطه دو طرفه معلم و شاگرد رو دارن. بنابراین یک قسمتیش داخل سیستمی هست، درون بطنی هست. یک مشکل دیگه هم که سیستم آموزشی مثل سیستم آموزشی ایران دارن اینه که بر مبنای رقابت و کنترل بنا شدن که بیش از در کشورهای مختلف حدود دور حول و حوش 27% بچه‌ها محروم میشن از این سیستم. چرا؟ بچه‌هایی چنین رقابتی براشون سازنده نیست. بچه‌هایی هستن که خوب یاد میگیرن اما کنتر یاد میگیرن. بچه‌هایی هستن که خوب یاد میگیرن، تندتر یاد میگیرن. بچه‌هایی هستن که میتوانن یاد بگیرن اما اگر کشش بدین، یعنی کلاس طولانی بشه زده میشن، بچه‌های نابغه هستن. بچه‌های نابغه رو تو 10 دقیقه مثلا درس رو یاد میگیره، بعد 40 دقیقه 50 دقیقه بچه‌های دیگه دارن یاد میگیرن، اینا شلوغ میکنن. این بچه‌های نابغه به علت همین که توجه نشده به این زود فراگیریشون، اینا میتونن شاگردای تنبل بشن، به این علت که زده میشن از درس. بنابراین این درون ایرادهای درون سیستمی رو که بذاریم کنار، قسمت مهم گزارش ایشون ربط پیدا میکنه به این که مظالم اجتماعی هست، نابرابری های اجتماعی هست، ناکارآمدی رژیم ولایت فقیه هست و اینکه این فرزندان ما در شهرهای مختلف، جاهای مختلف از امکانات مساوی برخوردار نیستن. یه جاهایی معلم بهتر دارن، امکانات بهتر دارن، خب راحت‌تر رشد میکنن، یه جاهایی کمتر. من با یه دوستی دارم که ایشون شاگرد اول کنکور ایران شده بود سال 53. ایشون به من میگه من در یک شهر، در یک مدرسه جنوب شهر تهران که مدرسه اصلا خوبی نبود، شاگرد اول همیشون میشدم و شاید اول کنکورم شدم. گفتم چرا؟ گفت به علت رابطه‌ای که پدر مادرم به من داشتن. پدر مادر من تو خونه منو
شاد بار آوردن. شادی زمینه استعداد و هوش هست. بچه‌ای که شاده میتونه با استعداد بشه. بچه‌ای که گریه و زاری و نمیدون میکنه و پدر مادرش مرتب دعواش میکنن برای مسائل کوچکی، بچه فکر میکنه دنیا همش ناهمواره و مشکل داره. بنابراین نوع تربیت پدر مادر خیلی مهمه. خانم باربرا فردریکسون امریکایی روی این مسئله خیلی خوب کار کرده که شاد نگه داشتن بچه تو خونه، رابطه مناسب با بچه برقرار کردن میتونه رشد استعداد بچه رو بسیار بارور کنه. من زیاد حرف زدم، میبخشید. مرسی. خیلی ممنون از شما جناب رحیمی عزیز. منم یه کوتاه اشاره بکنم و بریم سراغ بحث آزاد. بله، دقیقا با شما موافق هستم. من همیشه هر جا که صحبت از سیستم آموزش و پرورش میشه نقد محکمی دارم و معتقدم که یکی از اساسی ترین و اصلی ترین معضلات و مشکلات سیستم آموزش پرورش ایران هست. با این حال که من نسل 70 هستم، به ذرت قاطع میتونم بگم که شاهد تبعیدها بودم، شاهد در واقع نبود یک سیستم درست، این که بچه ها رو زده میکنن. در جالب براتون بگم دوستان که من در دوم راهنمایی چنان پس گردنی توسط معلم زبان انگلیسی خوردم که تا سن 24 سالگی اصلا زبان انگلیسی نخوندم، با این حال که در واقع رشتم انسانی بود، حقوق خوندم و کنکورم هم انگلیسی رو اصلا صفر زدم تا اونجایی که یادم میاد. و این خاطره همیشه با من بود. حتی هرچقدر والدین من تلاش کردن که من به کلاس‌های خصوصی بفرستن، آموزشگاه بفرستن، در صورتی که اگر همون موقع اون معلم با من درست برخورد میکرد، یاد میداد، بعد از اینکه حالا من گیرایی یه بچه اگه خوب نباشه، گیرایی من خوب نبود، اگه بعد از 5 بار به من آموزش میداده، خب دفعه ششم یاد میگرفتم. نیازی به زدن و تنبیه نیست. این مسئله‌ای که اصلا خود من خودم شخص تجربهش دارم. میگم در سن 24 سالگی من تازه مثلا زبان انگلیسی رو حاضر شدم که دوباره مجددا برم از صفر شروع بکنم. این یه مسئله‌ای هستش که واقعا بسیار حائز اهمیت هستش. مثلا اینکه توی آلمان وقتی سیستم آموزش پرورش آلمان رو می‌بینی برعکس ایرانه، در واقع افرادی که شاگردایی که ضعیف‌ترن بهتر و بیشتر بهش رسیدگی میشه تا اونایی که زرنگ هستن، ولی توی ایران کاملا برعکسه. کلاس ما رو جدا می‌کردن، من یادم کلاس ادبیات ما رو جدا می‌کردن، مثلا شما درس یاد نمی‌گیرید اونور. و این مسئله واقعا خیلی اذیت کننده است. واقعا میگم یاد خاطرات میافتم متاسفانه. خب من دعوت میکنم به بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی. جناب امین من نایدم مایک رو برای شما مجددا آزاد میکنم. مایک آزاد هست، بفرمایید. نه اگر میخواین موضوع رو عوض کنید اشکال نداره، من خواستم همراهی کنم با شما در گفتگو چند تا نکته. من خواهش میکنم. بله، من پدرم تمام عمرش ناظم و مدیر مدرسه بوده. من همون سیستم قدیمی رو هم پدر من اجرا میکرد، کتک زدن همطوری که شما توضیح دادید. شاگردایی میامدن بعد از اینکه تحصیلات شروع کردن و شغل مرام، از پدر من تشکر میکردم برای اون تنبیهی که پدر من کرده. یعنی اون طرفی که پدر من بوده که خود ما تو خونه باش انتقاد بهش میکردیم که این 1800 نفر رو با کتک نباید کنترل بکنی، تو اینا چیز هست، پلیس گذاشته بود تو مدرسه که کسی تکون بخوره بفهمه و میفهمیده، بهش ایراد میگرفتیم. ما رو تشکرم، یعنی میخوام به شما بگم رابطه ها دو طرف هست، خراب کردن ها دو طرف هست. یک نکته خواستم اینو بگم. نکته دیگه رو که خواستم بگم این هستش که توی سیستم‌های آموزشی ما گفتگو بین خود، کار گروهی بین خود بچه‌ها کمه. یعنی نه تنها با معلم رابطه لازمه باشه، بین خود بچه‌ها لازمه که این گفتگو باشه. بچه‌ها بهترین معلم‌ها برای خود بچه‌ها هستن. و بسیاری نکات دیگه در رابطه با این مسئله که توضیح میدیم و اینکه توجه داشته باشیم دو تا رقابتی که سالمه،
رقابت علمی هستش سالمه، رقابت اخلاقی، رابطه های دیگه ناسالمن. این دو رابطه سالم رو لازمه درست تنظیمش کنیم. رقابتی رو که یک بچه میکنه با یاد گرفتن کنتر، با بچه‌ای که تندتر یاد میگیره لازمه تنظیمش کنیم. حالا تو دنیا دو رابطه وجود داره، دو تا روش وجود داره به طور کلی تا اونجا که من اطلاع دارم. یکی این که برای بچه هایی که نابغه هستن یا تندتر میفهمن مدرسه های مخصوص میذارن، این روش رو قبول دارن. یکی مثل کشورهای هلند این روش رو قبول ندارن، میگن بچه باید طوری برخورد کنیم که اون بچه‌ای که نابغه است خودشو بتونه تطبیق بده این با اون بچه‌ای که نامتوسط. هلند این کارو میکنه، میگه که این بچه رو که سواش بکنیم اون تو جامعه نمیتونه خوب زندگی بکنه، اون یه جایی میلغزه، تو همین رشته خودش پیشرفت میکنه ولی جایی که باید بتونه خودشو تطبیق بده با زندگی کنه. بنابراین تو مدرسه‌ای باید ایجاد بشه که بتونه این تعادل رابطه‌ای رو ایجاد بکنه. نکته دیگه‌ای رو که لازمه توجه بکنی، بهره برداری درست و مدیریت درست امکانات هست. فرانسه و بازم این خانم وفا توضیح دادن این رو، فنلاند و فرانسه، حالا این قسمت رو من توضیح میدم تفاوت رو خانم وفا توضیح دادن، فنلاند و فرانسه از نظر بودجه و از نظر امکانات که در اختیار مدارس میذارن هم بودجه هستن. فلان بهترین اجاره میگیره، فرانسه کمترین اجاره میگیره. دلیلش این هستش که اون روش با همون امکاناتی که دارن، با همون معلمایی که دارن، برنامه ریزی رو کردن در ساعت مدرسه و بعد از مدرسه که عقب افتادگی دوران مدرسه بعد از مدرسه کلاسای بعد از مدرسه همون جا برطرف بشه، تکلیف ندن برای بچه رو تو خونه کسلش کنن. فرانسه این روش وجود نداره. بنابراین توجه داشته باشیم یه قسمت زیادی از این مدیریت علمی هست و تجربه علمی وجود داره و میشه استفاده کرد و مجبور نیستیم حتما فقط با اندیشیدن خودمون این کار بکنیم. یعنی مدارس در رابطه با تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات علمی لازمه که قرار بگیره و نکته بینی ها، مدلیته ها پیدا بشه. خیلی ممنون، مرسی. خیلی ممنونم از شما، کاملا با شما 100% موافق هستم. میگم خیلی از این مسائل ما نسل 70 یا 60 مثلا 70 هم همینطور بود تجربه کردیم، مثلا دیدیم. من خودم به شخصه معتقدم که دو جا هم اخلاقیات و هم روحیات و در واقع سیستم آموزشی آدم شکل میگیره، یکی در خانواده است و دومیش در سیستم آموزش و پرورش است. اسمش روشه، آموزش و پرورش. و متاسفانه تو اولی هر چقدر خانواده ها موفق هستن، توی دومی متاسفانه اصلا میتونم بگم که منفی است، به دلیل فرقی هم که خب سیستمی که وجود داره و بسیاری از معلمین حق و حقوقشون کافی نیست، از این قضیه سوء استفاده هم میکنن که هر موقع که جلسه اولیا مربی ها میذارن میان میگن که شاگرد ها ضعیفن، در واقع بچه شما درس میخونه. یعنی من دیدم و این خودم از همون نسلم دیده، بچه شما اصلا درس میخونه حتما باید خصوصی کلاس بزنید و چقدر شما باید هزینه کلاس خصوصی بدید، چقدر باید پول بدید. و همین سیستمی که شما میگین بعدش کلاس تقویتی، کلاس تقویتی بود اگر معلم راضی میشد که با یک مبلغ انتومنی به عنوان مثال وایسه و بخواد به ما آموزش بده، نبود. و همین مسئله باعث میشد که الان هم خب بحثش هستش، همینه که ما ایرانی ها تو ورزش های تک نفره خیلی بهتر عمل میکنیم تا تو جمع، چون توی جمع رقابت رو متاسفانه بهمون یاد ندادن. حتی توی آلمان هم همین جوریه، من خودم به شخصه چندین بار که در واقع از همین اطلاعی ها پر میکردیم به من میگفتن که تو کارهای گروهی چطوری هستی، من میدونم مثلا دوست ندارم که کار گروهی بکنم، میتونم تکی کار بکنم. و این همش ناشی از اینه که در همون سیستم بزرگ شدم، شکل گرفتم و خب الان هم همش فکر میکنم که تکی بهتر جواب میده. نمیتونم ادغام شدم توی تکالیف گروهی، خودم حس میکنم که مثلا دوست دارم تنها انجام بدم، نه تو بحث درس، حتی بحث کار هم همینطوره. جناب آقای گلزار، مایک با شما است. بله، مایکتون قطعه جناب گلزار. جلسه امشب برخلاف جلسات قبلی خیلی طولانی شده و من راجع به آموزش خیلی موارد مختلفی هست، چون شما گفتید یه پس کردن خوردید. در دوره که ما مدرسه می رفتیم زنجیرم می زدن
با خط کشتم پشت دست میزدم، دیر وارد مدرسه میشدی ناظم وای میساد با ترکه بلند آنچنان میزد که تا یه هفته پا و دست و اینا کبود میشد و روی پا وایسید. چه میدونم ته کلاس حتی تو دبیرستان اینا متداول بود تحقیر شاگرد از این حرفا. این اون دورانیست که اونقدر من سنم بالا نیستا، ولی میخوام بهتون بگم که دورانیست که یه ده تصور میکنم دوران طلایی پهلوی است. الان تو این دوره شما یه پشتری خوردید، اون موقع متداول بود، یه امری بود، آقای رایی گفتن زدن و تحقیر و تهدیدهای بیش از حد شاگرد انجام دادن متاسفانه باعث سرخوردگی خیلی ها میشه. اما راجع به امنیت که موضوع عنوان کردید، یکی از حقوقی که انسان داره داشتن امنیته، چون اگر امنیت نداشته باشیم امکان رشد و شکوفایی غیر ممکن میشه. امنیت باید از همه لحاظ باشه، حالا از لحاظ جنسی گفتن کودکان مورد تعرض قرار میگیرن، باید امنیت باشه. راجع به اون سند 20 گفتیم که 18 مسئله مهم فقر زدایی بشه، تا امنیت وجود نداشته باشه امکان رشد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی غیر ممکنه. باید اون وجود داشته باشه تا اینکه بشه 4 مؤلفه رو ممکن کرد. اینکه انسان شکوفا بشه از امنیت باید برخوردار بشه، از امنیت جانی جای خودش رو داره، ولی امنیت قضایی باید داشته باشه و به همه امنیت‌های اجتماعی گرفته و اینکه امکان شکوفایی رو برای خودش ممکن کنه. در جامعه ما بسیاری از تعرضات میشه، بسیاری از اجحافات میشه چون امنیت وجود نداره. و اینکه پس از اون کسی بخواد بره پیگیری کنه، دفاع بکنه، شکایت بکنه، باز هم امنیت نیست. یعنی در عین حالی که شکایت میکنی امکان داره به تعرضی بشه و متاسفانه انسان‌ها در درون خودشون کز میکنن. این مختص کشور ما هم نیست، مختص متاسفانه کشورهای مختلف در سطح جهانه. سرکار خانم توضیح دادن که برای سند 20 در حال حاضر میگویند که 10% مردم جهان، یعنی 800 میلیون مردم جهان که به نظر من بیشتر از این هست، اینا از فقر زجر میکشن و موقعی که کرونا اومده، این بیماری اومده، شده 17% جامعه جهان. یعنی یه چیزی حدود 1 میلیون، یعنی 1400-500 میلیون نفر از جمعیت کره زمین از حداقل امکانات زندگی و مخصوصا غذایی برخورداره. این کشورها رو اینطوری بررسی میکنن که اینا میگن یک وعده غذا میخورن با یک مقدار خیلی ناچیزی که کالری فقط مسئله اصلیشونه، با شکر هست و نان که خودشون رو سیر کنن، نه اینکه بگیم پروتئین و میوه و چیزهای مختلف دریافت کنن. پس بنابراین امنیت ها ضایع میشه. این امنیت ها رو باید ممکن کرد. چه شکلی امنیت ممکن میشه؟ موقعی که مجموعه حقوق برقرار بشه و تمام روابط تناسب پیدا بکند با حقوق انسان، با حقوق طبیعت، با حقوق شهروندی. اقوام با هر گویش، هر آداب و رسوم، همه از حقوق برابر و امکانات برابر برخوردار بشوند و هر وطنی، هر کشوری با کشورهای دیگه رابطهش حق با حق بشه. در حال حاضر ما تا رسیدن به اون حق و حق خیلی فاصله داریم. تصور کسانی که سند 23 رو نوشتن این بوده که تا سال 2030 می شود روابط کشورها رو به گونه متحول کرد یا به مقدار زیاد متحول کرد که فقر در ابعاد مختلفش که تولید امنیت هم می کنه از بین بره. متاسفانه با اون 8 سال دیگه ما فاصله داریم و اون رو خیلی دور میبینید. چرا دور میبینید؟ در این عصری که ما هستیم روسیه آشکارا حمله کرده به یک کشور دیگه، حتی اگر جنگ مغلوبه نشه به طرف روسیه و اون از این کشور بره بیرون، 30 سال 40 سال اون مردم باید تفریق گرسنگی بکشن و کشور خودشون از نو بسازن. به چه دلیل؟ برای اینکه یه نفر ادعا کرده که من میخواهم در تاریخ نقش داشته باشم، کشور دیگر را تصاحب کنم.
به استقلال و آزادی دیگران لطمه با حقوقشون رو ازشون بگیرم، امنیتشون رو ازشون بگیرم، ساقط کنم. چرا؟ که من میخواهم منابع اون کشور رو از آن خودم بکنم، کشوری که بزرگترین کشور جهان روسیه با اون امکاناتی که داره، ولی اون احساس به اصطلاح این سلطه پیدا کردن بر کشورهای دیگه هنوز متاسفانه در وجود اونها رخنه کرده و نشسته، این هنوز از بین نرفته. پس بنابراین اون مسئله امنیت خیلی مسئله اساسی است و موقعی ممکن میشه که هر انسانی و همه انسان‌ها و طبیعت رو ما رابطه ها رو با حقوق هماهنگ بکنیم، تعرض نکنیم به طبیعت و حیواناتی که در این طبیعت هستن به نامی که انسان هستیم و حق داریم همه چیز رو از بین ببریم و امنیت اونها رو ساقط کنیم. نه، این حق رو نداریم و در حقیقت به اون میزانی که انسان از طبیعت برداشت میکنه باید به همون مقدارم عمران طبیعت بکنه. ما همش برداشت میکنیم، چیزی براش نمیذاریم و اون طبیعت با ما قهر میکنه. در هر صورت خیلی خیلی من ممنونم از این جلسه که با شما داشتم و اگر اجازه بدید من از همینجا با شما عزیزان هم خداحافظی میکنم و تا جلسه آینده که باز هم در خدمت شما باشم. یک بیک خیلی ممنونم با شما و بعد جلسه رو ترک میکنم. خیلی خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما آقای گلزار. شبتون بخیر. شبتون بخیر جناب گلزار، ممنون که بودید. شب همه شما عزیزان بخیر و شب خوبی داشته. شب شما خوش. شبتون بخیر. جناب آقای سپه رضایی شایان عزیز، دستتون بالا هستش، من با شما سپرم. پیرو فرمایشاتی که آقای گلزار میکرد، این امنیت متاسفانه در بیشتر کشورهایی که اصلا در حوزه خاورمیانه هستن نه فقط ایران، این امنیت به طور کامل برقرار نشده. شما مثلا طبق تحقیقات میدانی که من خودم انجام دادم در کشور ترکیه هم حتی این امنیت تحصیلی برای همه نیست، چون بسیاری از افرادی که میان اونجا یه سریاشون مهاجرن و یه سریاشون خودشون ترکن، به خاطر همین این نژاد پرستی هست که مدارس ما باید جداگانه بشه و مدارس مهاجرها به شیوه دیگه، و این امنیت زمانی حاصل میشه که این فرهنگ سازی اول از خود شخص، بعدن از طریق کشور، بعدن از طریق منطقه شکل بگیره. و یک نکته میخواستم به صحبتهای شما آقای شیر محمد اضافه بکنم، این که راجع به مدارس و معلم صحبت داشتیم میکردین، حدودا چند ماه قبل بود که خود آقای بشیر حسینی داور عصر جدید راجع به کنکور و مافیای کنکور داشت مصاحبه ای انجام میداد. میگفت که یکی از مؤسسات زنگ زده بود به من، میگفت که یک کلاسایی رو شما برگزار بکنید، ما تبلیغ میکنیم، میگیم آقا این تستای طلایی کنکوره، اگر میخواید حتما قبولی بگیرید باید با ایشون بزنید. مبلغش هم می نوشتیم 60 میلیون تومان، هر کی میخواست طی یک ماه 60 میلیون رو پرداخت میکرد و میرفت اونجا، بعد با هر نتیجه‌ای هم حاصل میشد گردن نمی گرفتن که اینا مقصر نیستن. و دلیل اصلیش هم اون برین واش شدن اکثر مردمه که هی توسط تبلیغات رسانه‌ای هی به قولی ضعیف و ناتوانند و نمیتونن کنترل خودشون رو به دست بگیرن. و این امنیت تحصیلی و این امنیت اجتماعی زمانی حاصل میشه که میدیا هم به قولی از تبلیغات دور باشه و عدالت رو توی جامعه برقرار کنه. ممنون از وقتی که برای من قرار دید. خیلی ممنون از شما، دقیقا با تون موافق هستم. همون زمان هم که ما پیش دانشگاهی بودیم مرکز علوی بودش که در واقع یه مدرسه ای رو معرفی میکرد به نام پارسیان، دوستان یادشونه، چتر دانش رو شما باید یادت باشه، چتر دانش بود علوی. بله دقیقا. معرفی میکردن، میگفتن پیش دانشگاهی شما نیازی نیست برین امتحان بدین، برین تو فلان آموزشگاه امتحان بدین. بعد هممون هم خوشحال میرفتیم تو فلان آموزشگاه امتحان بدیم و هممون هم قبول میشدیم، ولی خب نمیدونستیم که در آینده خودمون به خودمون خیانت کردیم و مسائلی که بعد اونجا یاد میگرفتیم و یاد نگرفتیم. مثلا برای همینه که خب خیلی از ما تو یک سری از درس‌ها
به طبقه حالا مهاجرت میکنیم میبینیم که توی دیگر درس ها ضعیف هست. متاسفانه این وضعیتی هست که ما رو از همون مدرسه، از همون دوران پایه برین واش کردن. حالا کشور ما هم فقط نیست، توی افغانستان، توی ترکیه، توی منطقه کلن جوری شده که اکثر افرادی که تو منطقه هستن این اتفاق براشون میفته. دقیقا. جناب آقای رایی، مایک با شماست. بفرمایید. خیلی خیلی ممنون. من در تایید صحبت های شما، در واقع موقعی که امنیت به امنیت اشاره می کنیم، در واقع داریم به دولت رفاه اشاره می کنیم، به اتاب خویدانس یا ویلفر ستیت به انگلیسی اشاره می کنیم، دولتی که می تونه امکانات برابر رو ایجاد کنه، حداقل های رو می پردازه. ایراد این سیستم همین سیستم سوفیدگیری و در واقع گداپروری هست. اما راه حلی که الان تو کشورهای مختلف روش فکر شده این هستش که لازم سیستم‌های مختلط باشن، خیلی بر آزادی فردی و اندیویدوالیسم تکیه نکنن و در این حال تقسیم ثروت رو به اندازه داشته باشن. نمونه مناسبش دانمارک هست. والیات سنگین میگیره، در اونجا نمیشه به سرعت ثروتمند شد، اما در اونجا مردم راضی هستن، مالیات رو که میدن میدانن که درست خرج میشه. فرانسه هم یه کشوری هست که مالیات زیاد میگیره اما خوب خرج نمیکنه. پس بنابراین لازم هستش که ما هم توجه کنیم که عقب افتادگی ها رو جبران کنیم. بلوچستانی که به طور تاریخی عقبش گذاشتیم لازم امکاناتی رو بگیره تا بتونه خودشو برسونه، همین کاری که هند داره میکنه، کاست های مختلف رو سعی میکنه که برسونه، حالا کاملا موفق نیست ولی به میزان زیادی مسئله رو حل کرده. پس بنابراین این دولت رفاه لازمه که حذف نشه، اما در این جهت باشه که ما ثروت رو بذاریم ایجاد بشه، اما ثروت رو نگذاریم که مالکش مالکیت خصوصی ایجاد بشه، بلکه ما مالکیت شخصی رو در واقع تقویت کنیم. یعنی چی؟ یعنی هر شخصی، همونطوری که اول لیبرالیسم بوده، در اول لیبرالیسم در تقابل با فئودالیسم توضیح داده میشد که نه، این شخص کار میکنه، مالک سعی خودش هست و اینطور نیستش که رعیت اون فئوداله باشه و جواب داد تا مدتی. این سیستم چپ بعدن شد راست و جای اون مالکیت شخصی رو مالکیت خصوصی گرفت. یعنی چی؟ اقتصاد رو بنا کردن بر ندرت، کمبود، و گفتن چون حالا منابع طبیعت ندرت کمه، بنابراین یه سری نهادهایی اینا رو خصوصی میکنن، امکانات رو، کار و امکانات ایجاد میکنن که همه برابر بشن. قرن 19، اواخر قرن 19 اینو گفتن و وعده دادن که قشر متوسط گسترش پیدا میکنه، بشر هم سیر میشه. الان 2 میلیارد گشنه رو دست موقع داشتن و عملا هم به نتیجه نرسیدن. قشر متوسط هم نه تنها در ایران از تقریبا از بین رفته، بلکه در خیلی از کشورهای داره کوچیک میشه. چرا؟ به این علت که به دینامیک تخریب توجه نکردن که تعریفی که از اقتصاد میکنند که ندرت هست، باید وفور تولید باشه و نمیدونم امکانات، این غلط دروغه. حالا سوال بعد از اینکه نقد کردن که چرا این دروغا رو گفتین، گفتن این دروغا به درد برنامه‌ریزی میخوره. خب شما خشت اول چون بعد معمار کرد تا سرایو میاد اون، در صورتی که اقتصاد درست، اقتصاد منظم، اقتصاد به اندازه است، به اندازه تعیین کردن، یعنی امکانات به اندازه است، طبیعت به اندازه میگذاره، تعادل بین عرضه و تقاضا هست، خرج و دخل لازمه که همراه باشه، کمبود بودجه ایجاد نشه. موقعی این کارو بکنیم میبینیم که در اونجا و در اینجا موقعی که مالیات میشه سهم جامعه بالاست. یک مقداری در این دولت رفاه با مالیات سنگینی که گرفته میشه یک مقدار تامین شده در واقع همین عدالت اجتماعی، اما نه به طور کامل. اینو لازمه دقیق روش فکر بشه که شده روش فکر، تئوری ها وجود داره که چگونه ما میتوانیم هم مالیات درست بگیریم، هم امکان استعدادها و
پرورش پیدا کنه و هم که تساوی و تشابه ایجاد نکنه، چون صحیح نیست یه انسان بیشتر کار میکنه یکی کمتر، یکی استعداد بیشتر داره یکی کمتر، و بنابراین مساوی کردن استعدادها، مساوی کردن کارها، این خودش نادلانه است. ولی در این حال اون کسی که کار میکنه دیگه به این صورت نشه که همون ضریب در واقع که اینو نشون میده فاصله درک بالایی با درک پایینی مثلا 9 تا باشه 10 تا باشه، نه اینکه 40 تا 50 تا باشه مثل ایران، حتی بعضیا میگن 60 تا. درک بالایی که حالا شده 2-3% بالایی، اینها که اصلا قابل مقایسه نیست برای درآمدشون با این پایینی، این نادراتی لازمه برطرف بشه. یعنی اون کسی، یعنی ثروتمندا الان ثروتمند شدنشون شتاب گرفته در همه دنیا و مرفه شدن مردم روز روز داره کمتر میشه، و در این رابطه‌ای که الان دینامیکی که در آن ایجاد شده کار رو رسوندن به اینجا که دولت‌ها رو هم خصوصیش کردن، حتی دولت آمریکا رو هم خصوصی کردن، به شرکت‌های بزرگ مثل بلک روک اومدن تصمیم میگیرن برای دنیا. چگونه اینجوری شد؟ موقعی که بحران اقتصادی سال 2008-2009 پیش آمد، بانک‌های مرکزی توان تحقیق نداشتن روی بحران، این رو دادن دست شرکت‌های مثل بلک روک، و اینا چه کار کردن؟ تمام اطلاعات بانک‌ها، احترامات محرمانه رو گرفتن، حالا گرفتن و راه حل‌ها رو دادن و مالک شدن بر همین بانک‌ها. و بانک الان، رئیس بانک مرکزی اروپا توضیح میداد که ما الان خودمون گروه تحقیقاتی که بتونیم خودمون از وابستگیش بلک روک و شرکت‌های تحقیق در بیاریم در نداریم گروه تحقیق، و می‌بینیم که در واقع ما در یک دینامیک تخریبی قرار گرفتیم که اگر در این دینامیک تخریب باشیم، همین دولت‌های رفاه هم توان پرداخت ندارن. مثال همین فرانسه است، دولت رفاه هست. یعنی ژنرال دوگل در دهه 60 میره روسیه سابق شوروی، تا جمهوری شوروی سابق رو میبینه، میبینه که در اونجا با وجود این که ثروت به اندازه کشورهای اروپایی نیست، اما یک نوع عدالت اجتماعی هست. میاد در فرانسه میگه این سیستم اندیویدوالیسم و این سیستم سرمایه‌داری لیبرالیسم خودمون رو لازمه که به صورت مختلط کنیم، اون رو آورده. اما همین دولت فرانسه که دولت مختلط هست، در پرداخت ها دچار مشکل شده و الان دچار کمبود بودجه شده. حالا عوامل مختلف داره، از جمله اینی که پول مشترک اروپایی نادلانه است، یک پول واحد نیست، در واقع اسمش پول واحده. با این پول شما توی یونان یه جور خرج میکنین، در فرانسه یه جوری که خرج میکنین، اونجا یه دونه به عنوان مثال بیگ مگ رو میخرین یک اوغو، تو فرانسه میخرین 4 اوغو، توی آلمان میخرین 4.5 اوغو. و این نشان دهنده این استش که بانک مرکزی اروپا رو از توان در واقع اهرمای در واقع تنظیمش رو از دستش گرفتیم. یکیش نرخ بهره است، نرخ بهره رو میبره بالا، شما رو اروپا استفاده میکنه برای اینکه تورم جلوش گرفته میشه، اما جنوب اروپا تحملش نداره. و بنابراین ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که همین دولت‌های رفاه به علت همین مشکلاتی که ایجاد شده، به علت اینکه ما جمع بزرگتر ایجاد کردیم، اون جمع بزرگتر نتونستیم منسجم نگه داریم، خواستیم تناقض‌ها رو هر جور شده حلش کنیم، نمیشه، شدنی نیست. در کشور ما نگاه کنید، یه رژیم ولایت فقیه میخواد یه جاره بگیره، یه جاره بگیره، کم خرج میکنه برای مردم، زیاد هم خرج میکنه، نمیتونه خرج بکنه، فساد زیاده اما خرج هم میکنه، هی به یاران نمیرسه. چرا؟ به این علت که از این تناقض ها قابل حل نیست، این عدم تعادل ها قابل حل نیست. و موقعی که ضعف بانک مرکزی کشور دیده بشه، یک منطقه دیده بشه، در جا تورم ایجاد میشه. تورم یک عامل هستش که عدم تعادل ارزی ها رو ایجاد میکنه. الان همه میبینن بانک مرکزی اروپا ضعیفه، اون طرف دلار امریکای قیمتش داره میره پایین، ارزش اوغو داره میاد پایین، و راه حل هم نداره. برای اینکه یه راه حل داره، تقلب کنه. چجوری تقلب میکنه که اسمش باز راه حل نیست، باز دوباره بحرانه؟ چه کار میکنه؟ قانون هست در اروپا که بانک های مرکزی اجازه خرید قرضهای دولتی رو ندارن. این اومده شکار گفته این قرضهای دولتی رو میفروشن به یه شرکتای مثلا خصوصی، بعد من اینا رو میخرم. یعنی دروغ به قول خودمون کلاشری، به روح قضیه خیانت کردن. و این باعث چی میشه؟ برای اینکه کشورهای جنوب افریقا، جنوب اروپا بتونن به این کسری بودجهشون ادامه بدن از سال 2002 تا حالا، و به شمال اروپا بتونه ترقیشو بکنه، بانک‌های مرکزی که نمیتونن این قرضای دولتی رو بخرن، میخرن. و تا زمانی که میخرن، همین اروپای
در واقع شیر بیالودم ادامه پیدا میکنه و این یک نمونه است. میخوام به شما بگم که به این مسئله توجه داشته باشیم که موقعی که به مسائل انسانی فکر میکنیم لازمه توجه به هومئوستازی بودنش باید فکر کنیم، به تعادل درونی بودنش لازمه فکر کنیم، یعنی فکر بریده بریده رو باید تبدیل کنیم به یک فکر سیستمی. سیستمی موقعی که فکر میکنیم در سیستم عناصر لازمه که تایید کننده هم دیگه باشن و هیچ تناقض تضادی نباشه. یک کارخونه که میسازیم اگر یک موره شل بشه اون تضاد ایجاد میکنه و اگر اون رو درستش نکنیم این یواش یواش میپاشه. خیلی ممنون، مرسی. خیلی ممنون از شما، توضیحات خیلی کامل و جامعی بود. من که به شخصه استفاده کردم خیلی وارد قسمت اقتصادم شدم، خیلی جذاب‌تر شد. مثلا اونجایی که دیگه اشاره کردید به ایران و سایر کشورهایی که دیگه الان اون طبقه متوسط یواش یواش در حال حذف شدن است، همین هم من تو آلمان شاهدش هستم که یواش یواش اینجا هم انگار داره دو طبقه میشه با توجه به تورم و بحرانی که پیش رو داره. قشنگ قابل لمسه که هم همه چی داره گرون میشه و بحرانی شده و این سطح رفاه و به سمت رفاه رفتن کند شده و افرادی که به اصطلاح سرمایه‌دارتر هستن پولدارتر میشن و درک‌های کوچیک‌تر همونجوری کوچیک میشن. از دوستان عزیز اگر مایل به مشارکت در بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی هستیم، اگر کسی تمایل به مشارکت داره میتونه با اشاره دست من راهنمایی بکنه. تا من یه توضیح کوچیکی رو میخواستم بدم با عزتون به عنوان امنیت اجتماعی. علاوه بر اینکه این دولت رفاه که توضیح دادم و تنظیمش و اینها، به روی مردم هم بستگی داره و اون فرهنگ دموکراتیک مردم هم بستگی داره. مثال من دانمارک مثال میزنم چون جامعه است که به میزان زیاد سالمه، رویه اخلاقی مردمش سالمه، میزان اعتماد مردم. توجه داشته باشیم در یک جامعه موقع که اعتماد زیاد باشه خرجا کم میشه. شما در جامعه دانمارک خیلی راحت میتونین اگه خونه میخواین بخرین میشینین یه کاغذ مینویسین و هر دو به هم اعتماد دارین و دیگه یه لشکر وکیل لازم ندارین. تو فرانسه موقع که میخواید این کارو بکنی حواستون با جمع باشه که کلا سرتون نره. پس بنابراین مسئله اعتماد اجتماعی، فرهنگ اعتماد مردم ایجاد شده در بعضی جاها. چگونه ایجاد شده؟ عنصرهایی رو دارن که بعضی کشورها دیگه ندارن. مثلا دانمارکی فکر میکنه اگر همسایش خوب زندگی نکنه خودش نمیتونه خوب زندگی بکنه. برای اینکه خوب زندگی کنه لازمه که همسایش هم بهش توجه بشه، یعنی توجه داره که رفاهی رو که میخواد این انحصاری نمیتونه باشه یا ادخاصی نمی... لازمه این تبعیض رو برطرف کنه. جامعه دانمارکی میخواد که مدارس در همه جا با امکانات مشابه باشن و چون میخواد معلمه ناز نمیکنه بگه من اونجا ضعیفه، من اونجا نمیرم، من اینجا ثروت من میخوام برم. پزشکه نمیگه که من تو شهر باشم امکانات رو بیشتر دارم چرا برم تو دهات. میدانه که تنظیمی رو دولت اون کشور داره که این امکانات رو همه دارن، او هم در اون دهات هم بره خواهد داشت. پس بنابراین این همدلی که در جامعه وجود داره، در جامعه دانمارک وجود داره، قسمت پنهان کوهی یخی هستش که اون قسمت آشکارش دولته، یعنی مردم دموکراتیک حکومت دموکراتیک دارن. در این جامعه قبول دارن دانمارکی‌ها که ایدئال از واقعیت جدا نیست. میگن واقعیت امروز چیز ایدئال امروز واقعیت فرداست. پس بنابراین احتیاج من دارم که آرمان داشته باشم، احتیاج دارم که به مسائل اخلاقی توجه داشته باشم، احتیاج دارم که حساسیت‌های اخلاقی نشون بدم. و موقعی که یک کسی در اونجا فساد میکنه رسوا میشه تو جامعه دانمارک، جای دیگه نمیشه. یه خانم دانمارکی در فرانسه با دوستای فرانسوی خودش نشسته بوده، یه آقای شروع میکنه به پوز دادن که بله من طوری عمل میکنم که یک اوقا مالیات نمیدم. این خانم دانمارکی بعد نمیدونسته که این خانم دانمارکی، یا حواسش نبود یا نمیشتاخته. خانم میگه که تو چطور، مگه از امکانات این جامعه استفاده میکنی؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه تو اتوبان نمیگیری؟ میگه چرا. مگه تو نمیری خرید بکنی؟ گفت میرم. چرا؟
گفت مگه شما نمیای بری بچت رو مدرسه بذاری و میبینی جلوی مدرسه شهرداری نگهبان گذاشته؟ گفت چرا. گفت چطور جرأت میکنی به همچین جامعه بگی که من مالیات نمیدم؟ خجالت نمیکشی؟ طرف چوری میکنه به تو داده. میخوام ببینید دو تا رویه متفاوته. دو تا، یک رویه است رویه همدلیه، یک رویه رویه اگر همدلی نیست پسیکوپاته. ما در رفتارهای روزمرهمون توجه نداریم که اگر رابطمون همدلی نباشه حتما پسیکوپاته. فکر می‌کنم یه چیزای وسطی، یه کارای این وسطا میشه که نمیشه کرد. اگر رابطه حقوقی نیست، اگر همدلی نیست و بنابراین رابطه‌های غیر حقوقی است و بنابراین رابطه‌های روان پریشه. این رابطه های روان پریش مثلا یه نمونه شو الان گفتیم دیگه، میاد توی جمع انواع اقسام آزارهای جنسی رو توی محیط های مردانه عادی جلوه میدن و همینطور مثال های فراوان دیگه میشه زد. بنابراین ما در توجه داشته باشیم که جامعه سالم جامعه است که یه سری معیارهای کلان داره، معیارهای کلان حقوقی داره. این معیارهای کلان حقوقی در دانمارک شناخته شده است. من خودم روی یوتیوب هست این رو گذاشتم به صورت چیز و میتونیم دوباره میشه اینها رو روش کار کرد. توجه کنیم که این جامعه ناسالم، این جامعه حالا در رابطه با سیستم آموزشی دو تا شیوه مختلف وجود داره. دانمارکی آمدن بچه های خودشون رو در رقابت قرار دادن با بچه های چینی، یعنی اومدن یه سری بچه های چینی رو انتخاب کردن با یه سری بچه های دانمارکی، اینها رو ازشون امتحان گرفتن. در تمام موارد چینی ها اول شدن، بچه های دانمارکی عقب افتادن. اما چرا؟ برای اینکه دانمارکی ها به بچه هاشون میگن آنچه را که صحیح میدانی و آنچه را که علاقه نشون میدی کار بکن. چینیه میگه که از غذا اونجایی که خوب نیستی بیشتر کار کن. میبینید دو روش مختلفه. چینیه حالا این تفاوت ظاهری که گفتم چینی ها بهترن از نظر امتحان چه مشکلی رو پیش میاره؟ مشکلی که پیش میاره بچه دانمارکی که کمتر نتیجه میگیره اعتماد به نفس بالایی داره، چینیه که نوره بیشتر میگیره اعتماد به نفس کمتر داره. برای اینکه او کار کرده روی خلاقیت خودش، او یکی حفظ کرده، یاد گرفته، اون ضعفای خودش رو برطرف کرده، درسته، ولی اما نتونسته این اعتماد به نفس رو ایجاد کنه. حالا تو این رابطه دانمارک چجوری شده؟ یکی از خصوصیاتش این است که برای همه امکان مستقل شدن از جمله از پدر مادر رو فراهم کرده. یعنی 18 سالتون که شد شما یک شهریه میگیرید از دولت که میتونید باش خونه برای خودتون مستقل بگیرید، رشته تحصیلی خودتون رو انتخاب بکنید و برید دنبال زندگی خودتون. جامعه دانمارک با این روش بیش از 93% مردمش تحصیلات دانشگاهی دارن. یعنی در اونجا نخبه و توده از بین رفته، همه نخبه در واقع همه کارا هستن. پس در اینجا ما میبینیم که استقلال، حتی استقلال از توقع پدر مادر چقدر با ارزشه. این جامعه مستقل دانمارکی استقلال رو تونسته توسعهش بده در همه زمینه‌های اجتماعیش. حالا این جامعه یه انتقاد بزرگی بهش میشه، آزادی جنسی هست در اونجا، انتقادی که به این جامعه میشه. میتونه این از زاویه‌ای مورد انتقاد قرار بگیره، اما اونها حرفشون این هست و استدلالی هستش که محکمه. رابطه جنسی زن و مرد به خودشون ربط داره، رابطه زن و زن به خودشون ربط داره، رابطه مرد و مرد به خودشون ربط داره. میخوان با هم رابطه داشته باشن بدون اینکه زوری درش باشه اشکال نداره. حالا اگر میخواد یکی میاد ازدواج میکنه، یکی نمیکنه. اونا فکرشون اینه. توجه داشته باشیم که اون چیزی رو که ما فکر میکنیم اخلاقی نیست، اونها چون فکر میکنن اخلاقی هست انجام میدن. بنابراین در اینجا یه درسی رو میگیریم ازشون که ما حالا چون از اسلام زده شدیم، از دین زده شدیم، حالا هر کاری دلمون، این غلطه. خلأ فکری، خلأ معیاری یک مشکله. لازم است که موقعی که میگم من اینو نمیخوام، جاش رو پر کنم با یه معیار اخلاقی. به نظر من با معیار حقوقی میشه پرش کرد، با معیار جهان شمول میشه پرش کرد،
من میگم دیگه من به مرحله رسیدم از بلوغ انسانی احتیاج به دین و مرامی ندارم. من خودم میتونم برای خودم دین و مرام رو مجموعه معیارها رو تعیین کنم. این مجموعه معیارها برای من حقوق هستن مثلا، یا مثلا بعضی از قراردادها هستن مثلا. من با زیاد حرف زدم، میبخشید. نه خواهش میکنم، بسیار عالی و استفاده کردیم از صحبت‌های جامع و کامل و بسیار آموختیم. بانو تنهایی عزیز مستقصه. خیلی ممنون که مایک دوباره به من دادین. آقای رایی انقدر خوب صحبت میکنن و در مورد کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته اطلاعاتی رو به ما دارن میدن که آدم از فرداهای ایران حتی ناامید میشه. یعنی همین الانش داریم در مورد حقوق و امنیتی صحبت میکنیم در کشوری که واقعا بیماره. یعنی جامعه ایران اونقدر وقتی آدم نگاه میکنه میبینه اونقدر بیماره که این بیماری مثل یک دومینو واقعا به همه جوامع کوچیک و بزرگش سرایت پیدا کرده. ما داریم از کشوری حرف میزنیم که بچه ها توی این کشور الان لباسای رزمی و نیرو انتظامی پوشیدن و باتون به دستشون دادن. ما داریم از کشوری حرف میزنیم که اردوهای آموزشی شلمچه بود، ما رو می بردن جاهایی که میدون مین بوده. ما داریم از کشوری حرف می زنیم که اصلا شما داریم میگین آزادی جنسی. ما آزادی جنسی خیلی مونده که بهش برسیم. یعنی اون کسایی که حالا باید این قانونا رو بذارن، اولا انسانهای اشتباهی هستن که اصلا دانش این کار رو ندارن. از سیستم، یعنی باز برمیگرده به اون سیستم آموزشی، این آدم ها اون سیستم آموزشی رو حتی بیمار کردن، چون تمام خیلی هاشون دستشون رو شد برامون که مدارک آموزشی که حالا ارائه دادن به دولت که تو اون جایگاه بتونن بشینن و سیاست نشینی بتونن بکنن، حتی مدارک جعلی بوده. پس این یه ایراد دیگه سیستم آموزشیه که آقای سپه اشاره کردن به مافیای آموزش، مافیای کنکور. اصلا انقدر موزلای عمیق و کثیفی تو ایران داریم که آدم وقتی فکر میکنه بهشون میبینه اصلا بله کشور دانمارک سیستم خوبی داره، چون کسی که اونجا نشسته و داره قانون گذاری میکنه دانششو داره. ما کوک دانششو پیدا بکنن بعد بیان جاشو پیدا کنن، طرف بیاد بره سر جای خودش پشت میز خودش طبق اون علمی که داره و آموزشی که دیده بشینه کار کنه و تصمیم بگیره. ما حتی ابتدایی ترین چیزها رو هم الان توی ایرانمون نداریم واقعا متاسفانه. ما داریم سرمایه، به نظر من سرمایه کشور دانش، سطح دانش جمعیت اون کشور هستش. یعنی هر چقدر که علم و آگاهی مردم اون کشور بالاتر باشه، مردم غنی تری خواهم بود، چون بلدن که چطور زندگی کنن، چون از داشته هاشون میتونن راحت تر استفاده کنن، میتونن چیزایی که دارن و ازش استفاده کنن تا به نداشته هاشون برسن. ولی ما خیلی فاصله داریم از این قضیه متاسفانه. من ارتباط ذهنی و گفتگوی آزادی که میتونم با شما را بندازم، یه قسمتش تایید صحبت های شماست و یه قسمتی تکمیل صحبت های شماست. اون قسمتی رو تایید میکنم که ما ضعف‌های بزرگ داریم. یکی از ضعف‌های بزرگ ما اینه که دقیقه 90 هستیم، نمی‌کنیم تا اون دقیقه 90 برسه. نکته دوم این است که یک تجربه رو تا ته پیگیری نمی‌کنیم، نصف ول می‌کنیم، پشیمون میشیم، در واقع به سرزنش میفتیم، درگیر میشیم و آنچنان استهلاکی ایجاد می‌کنیم که بعد دیگه خودمونم توش گیر افتادیم. نکته دیگه که در رابطه با این ضعف‌های ما لازمه توجه بشه اینه که ما زود خشن میشیم، زود عصبانی میشیم، زود از کوره در میریم و زود به خودمون اجازه میدیم که قضاوت کنیم در مورد دیگری، به جای اینکه رو عمل قضاوت کنیم رو شخصیت قضاوت میکنیم. به جای اینکه بگم این آدم که خیلی خوبه، این آدم که خیلی خصوصیات داره، این آدم که معمولیه، یا این آدم که هم خوبه هم بده ولی این عملش ایراد داره، میگیم که بابا این عمل انجام داده عجب آدم مزخرفیه، این اشتباس. توجه داشته باشیم که
انسان‌ها همه انسان معمولی هستن، حتی خامنه‌ای انسان معمولی هست، حتی اون کسی که فکر می‌کنیم فرشته معمولی هست، همه انسانی. انسان خوب انسانی است که گاهی وقت دروغ میگه، گاهی وقت راست میگه، گاهی وقت غلط عمل میکنه، گاهی وقت خوب عمل میکنه. بعد عمل بکنه تو دینامیک عمل بد گیر میکنه، خوب عمل کنه تو دینامیک خوب عمل میکنه. انسان های خیلی خوب استثنای معدودن، اما ما نمیتونیم که با انسان مقدس زندگی بکنیم، انسان خیلی والا زندگی کنیم، مجبوریم با هم دیگه بسازیم، راه سازش رو با هم یاد بگیریم. ویتنامی های حرف خیلی خوبی رو میزنن، میگن که ما ویتنامی ها قرنها مرواری بودیم به توان گنج شدن رو نداشتیم، به همین علت 1100 سال چینی ها بر ما حکومت کردن. دلیلش اینه که ما میدونستیم چی خوبه چی بده، مسائل خودمون رو میدونستیم، خودمون انسان والایی میدونستیم، اما نمیتونستیم با هم کار کنیم. یعنی در واقع تیمای الان حرفه‌ای رو ببینید، مثلا یه تیم بایر مونیخ رو ببینید، تیم مثلا رئال مادرید رو ببینید، همه اون کسایی که اونجا کار میکنن انسانای بسیار همه نابغه هم دیگه، اینایی که در حد بالا توی فوتبال بازی میکنن هر کدوم از اینا نابغه هم. این نابغه ها هم یاد گرفتن نقش خودشون رو، نوع ارتباط خودشون رو با هم توی یه تیم به صورت مشترک اجرا کنن که اون نتیجه رو میدن در سطح جهانی. حالا خرج میشه، همین کاری ندارم، میخوام بهتون بگم که این خرج ها تونسته نتیجه هماهنگی و موفقیت و ایجاد بکنه. این موفقیت فقط قدرت بدنی نیست که، یا تکنیک نیستش که، این هماهنگی هست، فکر کردن هست، برنامه‌ریزی کردن، نقشه کشیدن، زمان بندی کردن، تایمینگ، در واقع همین کارا شده که اونجوری شده. میتونیم در جامعه هم کارو بکنیم. الان میبینیم دیگه در ما ایرانی ها تو کار تیمی ضعیفیم، یکی از ضعفای ما، اما میبینیم که الان مثلا تیم والیبال خیلی خوبی داریم. خب یاد میتونیم این کارو بکنیم. چرا این حرفو میزنم؟ تکمیل میخوام بکنم حرف شما رو با یک نکته خیلی اساسی. ما که عقب افتاده هستیم دلیل نمیشه که دنبال علم عقب افتاده بریم. میتونیم دنبال علم خوب بریم، مجبور نیستیم که عقب مانده خودمون رو نگه داریم. ما لازم مطالعه بکنیم اروپا چجوری پیشرفت کرد. دوران رنسانس دوران مسافرت بود، دنبال سفر بود، سفر ذهنی، سفر فیزیکی، سفرنامه نویسی ها و انواع اقسام. لازمه که خودمون رو در ارتباط قرار بدیم، آنچه را که علم روانشناسی به بهترین وجه میگه بهش توجه کنیم، نه اینکه حالا چون عقب افتادیم به ما دیگه رفت. نه، ناامید نباید بشیم. ناامیدی به قول صوفی ها به عنوان دراویش بزرگترین گناه هست به نظر اونا. چرا؟ ما که ناامید شدیم دیگه ارتباطتون قطع میشه، میگید این کارو کردم، همین دلیل میشه که ما نصف کار ول میکنیم، به این دلیل که ناامید میشیم سریع. طرف میگه که من حالا اگه رشوه نگیرم که عمرم پیش نمیره، که من اگه سالم زندگی کنم که عمرم پیش میره، ناامید میشه از زندگی سالم کردن. بنابراین تن میده به همجنس استبداد شدن، تن میده به همجنس رژیم ولایت فقیه شدن. لازمه در واقع، خب همه نمیتونن خودشون رو سالم نگه دارن، اما کسانی که بر روی حقوق وامیسن و همواره وامیسن حتما به نتیجه میرسن، به شرطی که مصلحت گرایی نکنن. ما انقلابمون برباد رفت به خاطر اون مصلحت گرایی های اولی و بر روی حقوق نایستادن. پس بنابراین موقعی که بر روی حقوق وامیسیم، یواش یواش فضا رو باز میکنیم و فضا رو تعیین میکنیم برای استبداد. این دینامیک یونگ و یانگ میگن تو چینی اگه اشتباه، این رابطه رو باید درست کنیم که هرچی این بزرگ میشه اون کوچیک میشه، هرچی این فضا رو به ما فرصت نمیده استبداد، برای ما امکان ایجاد نمیکنه، خودمونیم که برای خودمون ایجاد بکنیم. از خودمون لازمه شروع کنیم. موقعی که از خودمون شروع میکنیم میبینیم که الگو میشیم، میبینیم که میتوانیم کارهایی رو که فکر نمیکردیم بکنیم میتونیم انجام بدیم. بنابراین برای اینکه در جامعه ما بتوانیم این امنیت رو ایجاد کنیم، لازم میشه کمیته های امداد روش فکر کنیم. دختری که از یه مادر ایرانی به وجود آمده و از پدر خارجی به وجود اومده بهش شناسنامه نمیدن، لازمه بریم براش مدرسه درست کنیم. همکاری که بهائی‌ها کردن تو ایران، دانشگاه محرومشون کردن، خودشون دانشگاه خصوصی زدن. الان تیتر دانشگاهی خصوصی رو که برای خودشون زدن، مخفیانه که در واقع برای خودشون زدن، در بسیاری از کشورهای دنیا اعتبار داره و میرن ادامه تحصیل میدن. این کارو میشه کرد.
توجه داشته باشیم که نوع من یک این مسئله که گفتم، ببینید من آدمی هستم که رو مسائل انسانی حساسم. خانم ترابی علتی که منو اشک منو در آورد این بودش که این پیوستگی فاجعه ها رو من تا میادم نفس بکشم اینجور یه چیز جدید میگفت، همینطور من میادم نفس بکشم یه چیز جدید و اونچنان فشرده شد. ولی میخوام به شما بگم چرا اینو میگم، به این علت میخوام بگم لازمه که به فجایع توجه کنیم و خانم ترابی بسیار کار خوبی کردن و کار بسیار با ارزشی کردن، اما مثل شیرینی میموند که کشمیشش زیاد بود در واقع این کشمیش اشکی منو در آورد. چرا اینو میگم، به این علت که میخوام بگم که ما ایرادهایی داریم که بعضی اوقات فاجعه است. نویسنده بزرگ ایرانی که در صد و چند سالگی در سوئیس مردن، جمالزاده، ایشون میگه که من جوان که بودم دیدم تو این میدان توپخانه یه دید دارم به دو میرم دستشون نفته، گفتم چی کار میکنی؟ گفت اونجا دارن یه باهایی رو آتش میزنن میخوام برم نفت بریزن. گفتم من همونجا فهمیدم که جای من اینجا نیست، رفتم و دیگم به ایران برنگردم. میبینید یه سه حالا این تا چه حد اون عمومیت داشته، به هر حال عمل زشتی بوده که بین مردم انجام میگرفته، میخواست ثواب بکنه که روی اون بهایی که داشتن میسوزوندن هم این نفت بریزه که این هم مثلا در اون شریک بشه. و بسیاری از ایرادهای این به مفهوم نیست که ما نتوانیم، ما توانایی بزرگ داشتیم که نگذاریم رژیمی که تمایل به تمامیت خواهی و توتالیتاریسم داره، توتالیتاریسم خودشو در ایران اجرا کنه. جلوش وایسادیم، خوب وای نستادیم اما ایستادیم. کشورهای دیگه اون رژیم متمایل به توتالیتاریسم ایجاد کرده، در روسیه سابق ایجاد کرده، در آلمان ایجاد شده. پس ما یه خصوصیات بزرگی داریم، یعنی ما دوستی رو خوب میفهمیم ما ایرانی ها، ما عاطفه رو خوب میفهمیم ایرانی ها، ما رابطه انسانی رو خوب میفهمیم. ایرادهایی که داریم ایرادهایی هستش که قابل برطرف شدن هست با اون خصوصیات خوبی که داریم. میبخشیم باز دوباره زیاد صحبت شد. خیلی ممنون از صحبت‌های شما، خیلی جامع و کامل. لطف داریم. دوستان با توجه به وقت برنامه، آقای رضایی شایان عزیز کوتاه اگر بفرمایید ممنونتون میشم. ما درست داریم. درود، میخواستم صحبت‌های آقای رایی رو تکمیل کنم. خود یه مقاله نویس هلندی توی آمستردام که زندگی میکرد، یعنی توی ایران چند وقت برگشت، تمام حرفایی که شما زدین رو دقیقا نوشته بود راجع به دوستی، عاطفه، احساس نیاز و اینا، و این بلقوه بودن ایرانیار هم گفته بود که نگذاشتن اون توتالیت ادامه پیدا کنه ولی بالفعل نیست. و این نکته رو میخواستم اضافه کنم که ما این سه المنت پریسیژن، اکورسی و دیسیپلین رو نداریم. اگر این سه المنت باشن توی تمام روی کردامون، از دانمارک که چه عرض کنم، از آمریکا هم کشورمون بهتر میشه. ممنون. مورد تایید من صحبت شما، خیلی ممنون از نکته که گفتین. یعنی در واقع کار جمعی کردن و یادگیری کار جمعی و اینکه من دیسیپلین داشته باشم در کارها و به جای دیسیپلین نیام یک سری انضباط ایجاد کنم، این خودش مهمه. ما گاهی اوقات میایم به جای اینکه رابطه سالم ایجاد کنیم انضباط ایجاد میکنیم. این انضباط چیه؟ آب مواظب باشیم بزرگتر ها حرف میزنه، بالا حرفش حرف نزنی. مثال بزنم برای شما، بزرگترین کشتیگیر تاریخ ایران این آقای چیز بود، یادم رفت چی بود، وحدت؟ نه تختی. بله تختی؟ نه تختی نه، آقای تختی قهرمان ایران بود به علت شخصیتی که داشت، اما قهرمان المپیک نشد، قهرمان جهان نشد. آقای یادم رفت اسمش الان، این میگه که من شاگرد تختی بودم. ما اون زمان فکر میکردیم که موقعی که دارم با کشتی میگیرم کشتی در با خوش بزنه زمین. میبینیم ما این رویه رو داریم،
یعنی تو اون جایی هم که باید رقابت بکنه رقابت خودشو نمیکنه. موحد کشتیگیر بزرگ ایران که تنها کشتیگیر ایرانی است که تونسته چند مدال المپیک و جهانی بگیره و موحد. آقای موحد چی میگه؟ میگه که اگر من الان همین الان بیام تیم کشتی ایران بگیرم، ایران اوله تو دنیا. به این علت که تکنیکایی که من بلدم هیچکی بلد نیست. من نگاه میکنم میرم مربیای دنیا تکنیکاشون و اون چیزایی که یاد میدن، من چیزای بیشتر بلدم. امریکا خواسته که من بشم مربیش، بشم نکردم، یعنی که ارق ملی به من اجازه نداد، ولی برای ایران حاضرم این کارو بکنم. یعنی تو میخوام به شما اینو بگم که امکاناتی رو داریم ما و منتها یه سری ضد معیارها، ضد دیسیپلین‌ها رو هم داریم که اونها کار دست ما میده. یعنی ما اخلاق رو همطور که گفتم با انضباط جایگزین میکنیم، ما گاهی اوقات تواضع‌های یا تعارف‌های خیلی دیگه افراطی داریم و این کار دست ما میده. ما ارتباط گفتگومون خیلی دموکراتیک نیست. حالا این نمونه که ما داریم در واقع همه جا عمومیت نداره و در این حال ما تو کاری که میکنیم یکی از ایرادهایی که میشه به بسیار از ایرانی ها گرفت اینه که پشتکارشون شاید کم بشه، شاید بشه اینو گفت پشتکار کمه یا حداقل یه دی از ایرانی ها پشتکار دارن. ما ایرانی ها همونطوری که گفتم قدرت تجزیه تحلیلمون رو لازمه زیاد کنیم. برای این کار حالا بعضی ها اینو میگن حالا تا چه حد درست یا نه، میگن ملتی که از نظر فلسفی ضعیف باشه اون عقب میمونه. ما کار فلسفیمون رو آمدن آلوده کردن به در واقع کار مذهبی. فلسفه رو آوردن تو دین به انواع اقسام تفسیرهای دینی و اینا و در واقع فلسفی ما رو ضعیف کردن. بنابراین این رابطه برای اینکه هر مسئله ای رو، هر علمی رو، هر مسئله ای رو، هر کاری رو پشتش یک فلسفه خوابیده، پشتش یک فکری خوابیده، روی این لازمه کار بشه. و برای اینکه این کار بشه لازمه که در ارتباط قرار بگیریم با فلسفه ها. ما فلسفه بسیار قوی داریم، ما خودمون نمیشناسیم. ما کشور ما ابو علی سینا و بسیاری از کتاب های دانشمندان ما همین توی واتیکان داره خاک میخوره، اجازه نمیده که ما خودمون دسترسی پیدا کنیم. ما خودمون ابو علی سینای خودمون رو به میزان زیاد نمیشناسیم. حالا کسایی مثل این هاری کربون آمدن کار کردن روی مثلا سوربردی و اینا، ولی یه قسمتی بنابراین توجه باید داشته باشیم که امر واقع بیرون، عینیت بیرون، یه قسمتش تو ذهن ماست. بنابراین ارتباط مناسب لازمه برقرار کنیم با واقعیت و بنابراین لازمه کار تنگاتنگ فکری انجام بدیم. این کار تنگاتنگ فکری تنهایی نمیشه، لازمه که اکادمیک بشه، لازم هستش که کار بکنیم. مشکل بزرگ دیگه که فارسی که ما داریم زبان تشبیهی فارسی هستش و قرارداد به اندازه کافی نداریم تو این زبان. ما موقعی که میخوایم بگیم این جهان فعلی، جهان میگیم، دنیا میگیم، نمیدونم انواع اصلا اون کهکشان رو هم با دنیا میگیم. بنابراین قرارداد تو اروپا قرارداده، تو کشورهای زبانهای زنده دنیا، زبانهای پیشرفته دنیا. حالا این زبان پیشرفته دنیا از کجا خودشو پیشرفته کرده؟ با توجه به زبان عربی، زبان دستور عمل، دستور زبان فرانسوی از زبان عربی گرفته شد، چرا که زبان علم بوده دیگه در مدت ها. ما به قول آقای حیدری ملایری، یک دانشمند ایرانی هستن که ایشون در نازا کار میکردن و در واقع در علوم هوایی هستن اما استاد ادبیات فارسی هم هستن، ایشون میگه که زبان فارسی حدود 400 خورده پسفند و پیشفند داره که با اینا بیش از 1,000,000 کلمه میشه ساخت و متاسفانه روش کار نمیشه. و زبانی و مشکل بزرگی دیگه که ما داریم تاریخ ما، تاریخ نویسی ما اشکال داره، آکادمیک نیست، بر اساس مبناهای تئوریک بر چیز نشده. تاریخ رو که مطالعه میکنیم میبینیم یک نوع در واقع انشا نویسیه، در واقع یه مقدار زیاده، یا وقایع نویسیه یا وقایع دربار نویسیه، در صورتی که خانمی که تو خونش آشپزی میکنه، غذایی که درست میکنه، این رو همینطور آمده رفته تو بازار فروش رفته از دوران صفوی بالا، اینا وجود داره، اینا میشه روش کار کرد، اینا میشه تاریخ درست کرد. بنابراین این همه جانب بودن این حافظه تاریخی که بتونه به صورت آماری باشه، به صورت کدی بشه، ما چه کار ده؟ حالا اینا در ایران آزاد درست میشه، اما توجه داشته باشیم که ما در وضعیتی، ما در چهارراه دنیا هستیم،
کسی به فکر ما نیست، خودمون لازم، کسی نخواهد پشت من مگر ناخونند باشه من. استقلال برای ما خیلی مهمه. ما میتوانیم خودمون رو درست کنیم. یاد گرفتیم از زمان اشکانیان تا حالا که نه طرف این مسلط بریم نه طرف اون مسلط بریم، در تعادل زندگی کنیم، امکانات اینو بگیریم امکانات اونو بگیریم، اما خودمون تصمیم گیرنده باشیم که مبناشو گذاشتیم اسمشو موازنه عدمی. یعنی به جای اینکه دچار سیلوزیشم بشیم، دوئیت بشیم، ثنویت بشیم که تک محوری هست و دو محوری، روی تعادل قوا وایسیم، تعادل نیروها وایسیم و در این حالت اسیر وابستگی نشیم. در این وابستگی ما در موضع بزرگ حقوقی خودمون قرار میگیریم در این حالت و تصمیم گیرنده باقی میمانیم. امکانات رو ندن، میبینیم که رقیب میتونم ازش بگیرم، میگیرم. این کار کردیم در طول تاریخ، بارها این کار کردیم و شدیم شماره یک دنیا. حتی در دوران اخیر خودمون مصدق به محض اینکه نفت رو ملی کرد بلافاصله بایکوت شد، بلافاصله تحریم شد. حتی روسیه سابق و شوروی تا جماعت شوروی حاضر نشد نفتشو بخره، اما تونست با کمک یک اقتصاددان بزرگ آلمانی بفهمه که در اون اقتصاد میتونه 300 هزار تومان تزریق کنه، میتونه صادراتی که خیلی کم بود اون موقع، چرم بود و نمیدونم ریسندگی بود و نخ و اینا، با این کار تونست یه تعادلی رو برسونه. الان اثرات نشون میده که امریکایی‌ها بررسی کردن دیدن که داشت موفق میشد در کار خودش و تونسته بود اون اقتصاد ملی رو که اون موقع امکان ایجاد شدنش بسیار زیاد بود رو ایجاد کنه. همونطور که به شما گفتم دموکراسی ها رو با کودتا میندازن، مصدق رو با کودتا انداختن، استبداد ها که با جنبش های عمومی میفته. بنابراین الان ما کاری که داریم میکنیم این جنبش عمومی، توجه داشته باشیم به محض که بتونیم آدرس دموکراتیک بیاریم، دولت دموکراتیک بیاریم، بلافاصله با انواع اصلا توطئه ها روبرو میشیم، بلافاصله با انواع اصلا فشارهای رو خواهیم، و بنابراین لازمه وایسیم و در این تعادل باشیم و توجه داشته باشیم که در منطقه خاورمیانه ما در یک جنگ پنهانی صلیبی هستیم که ظاهر ندارم باطن داره. یعنی تصمیم که از جنگ جهانی دوم تا حالا هر دموکراسی در خاورمیانه ایجاد شد و سرکوب کردن. هرگز امریکا، انگلیس سابق دموکراسی در خاورمیانه انتخاب نکردن، نمیخوان انتخاب بکنن. بنابراین ما لازمه اینو بدونیم که چه توطئه‌ای میشه. تئوری توطئه خوب نیست، اما شناسایی توطئه خوبه، توطئه وجود داره و لازمه با شناخت اونها محکم بر روی حقوق وایسیم، چرا که با ایستادن بر روی حقوق میتوانیم خونسا کنیم توطئه ها رو. دنیا میگه که بابا این که ستیز نداره، که این میخواد زندگی سالم خودشو بکنه، تو چرا بهش حمله میکنی؟ در موضع دفاع قرار میگیریم، ما در موضعیت موقع فورس مژور قرار میگیریم و در اینجا چیز میکنیم، میل به خشونت رو با خودمون میکاییم. در جنگ ایران عراق این اتفاق افتاد. زمانی که عراقی ها حمله می کردن، فرماندهی قوا آقای بنی صدر بود. آقای بنی صدر به عنوان فرماندهی قوا می گفتن شما به جای اینکه سرباز عراقی رو بزنین، اسلحه عراقی رو بزنین تا جایی که می تونین. حالا اگه نمی تونین اشکال نداره. 9 ماه بعد از جنگ ما با 5000 کشته جنگ رو بردیم. کودتا کردن، گفتن به شما دموکراسی رو با کودتا می دازن. کودتا کردن، گفتن این اگر جنگ رو ببره سوار تانکا میشد میاد و ما رو سرکوب میکنه، و جنگ رو 7 سال بعد ادامه دادن. و در اون زمانی که آقای بنی صدر میگفتش که شما اسلحه ها رو بزنین، میل به جنگ در عراقی ها کم کرد. بین ایران که عراقی ها میدیدن که شهرهای ایران میزنن، بمباران میکنه، ایران جواب نمیده. آقای هرچی اون موقع همین آخونده همین حرفا رو میزدن و این که میزنن ما هم بزنیم، خون در مقابل خون نمیدونم دندون در مقابل. آقای بنی صدر میگفت نه، ما اجازه نداریم. اون میزنه، بد رو با بد جواب نمیدن، بد رو با خوب جواب میدن. ما برای اینکه اون نتونه این کارو بکنه لازمه ارتش رو شکست بدیم و تونستیم شکست بدیم. و زمانی که صدام حسین قبول کرد قرارداد امضا بکنه، از دفتر رجایی نخست وزیر تلفن زدم به هیئت عدم تعهد که به رهبری کوبا بود، به سفارت خارجه کوبا که به ایران نیاد، در تحولی در ایران در روی هواهای ما قرار بیاد ایران، پاشو نیومد ایران.
و قرار بود حتی خمینی هم قبول کرده بود اون قرارداد صلح رو امضا بکنه، خسارت هم قرار شد بده. اول گفتن دروغ و این برنامه، بعدا تو خاطرات رسانه‌ای درسته، خودش مجبور شد اعتراف بکنه که بله خسارت هم می‌خواستن به ما بدن. می‌خوام به شما بگم بر روی موازنه عدم، بر روی تعادل وایسادن به جای رفتن تو تقابل قوا نتیجه میده، انرژی ها رو سینرژی ایجاد میکنه، اتحاد انرژی ایجاد میکنه و سرعت میده به پیروزی. ولی اگر وارد بازی دشمن بشین، یعنی مرز پیدا کنیم با دشمن، گرفتار میشیم. میبخشید زیاد حرف زدم و خیلی ممنون از گفتگو و مصاحبت شما، خیلی لذت بردم. مرسی. خیلی ممنونم از شما و سپاس. خیلی جامع کامل و ما هم بسیار آموختیم از شما. لطف دارین. مرسی. قربان شما و از تمامی دوستان تشکر میکنم. من در آخر برنامه یک بار فراخوان رو بخونم. یک لحظه بخونم میکنم. خب امروز جمعه 3 سپتامبر 2022 از ساعت 19 در واقع از ساعت 6 ما با فراخوان شروع کردیم، فراخوان ویژه، و در حال حاضر با مهمانان ویژه برنامه رو پیش بردیم و سخنرانان و موضوع سخنرانی و خدمت شما یک بار دیگه یادآور میشم. جناب آقای سید سعید نوری‌زاده، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در شهریور ماه 1401، بانو شهناز کریمزاده، بررسی هدف یک سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون جمهوری اسلامی، جناب آقای حسین مرادی زاده با موضوع سخنرانی تجاوز به حقوق کودکان، بانو آذر ارحمی عزیز با موضوع ترک تحصیل دانش آموزان، بانو پریا ترابی با موضوع کودکان معلول و بحث آزاد با حق امنیت اجتماعی، مسئول جلسه بهنام شی محمدی، منشی جلسه پاتریک سپنتا، مسئول ضبط صدا و تزیین سید سعید نوری‌زاده و سپهر رضایی شایان، ادمین های جلسه حسین طباطبایی، آذر ارحمی، داوود واحدی پور، و با تشکر از مهمانان عزیز که در خدمتتون بودیم، با سپاس از همه دوستان که در جلسه بودن، حضور داشتن، چون اونایی که در حین جلسه با ما بودن و الان حضور ندارن، و افرادی که مشارکت کردن، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید شب و روزگارتون خوش باشه. تا برنامه بعدی خسته نباشیم و تشکر میکنم. بومی دیدارتون، شبتون خوش. شبتون بخیر. ممنون از همگی، شبتون بخیر، خسته نباشید. خانم تنهایی ممنون، تشکر. خواهش میکنم. منم خسته نباشید میگم به همگی. آقای رایی خیلی ممنونیم ازتون، خیلی لطف میکنم. شخصا تو جلساتی که شما دارین شرکت میکنیم واقعا دارم استفاده میکنم. لطف دارین. من این کاری که الان دارم با شما میکنم سال 88 دو سال تو پالتاک انجام دادم. هفته یه بار جلسه داشتیم، بعد دوباره همین خوشبختانه هم گفتگو پیدا شد. یک سال و نیمه، یعنی در واقع سه سال و نیمه گفتگوهایی که میکنیم رو من قبلا انجام دادم. حالا مسلم روز به روز بهتر میشه این ارتباط ها بین ما ایرانی ها. به هر حال لطف دارین شما، خودتون خوب هستین که خوب میبینید. مرسی آقای رایی، ممنونیم از صحبت های بسیار کامل و کاربردی شما. خوشحال میشیم هر ماه در جلسه ما شرکت کنید. کمال میل، گزارش خوب شما رو هم جای دیگه نکته های زیادی باقی نذاشت که بخواییم توضیح بدیم. لطف دارین. خواهش میکنم. شبتون بخیر. شبتون بخیر. خانم ارمی صدای منو داری؟ آیه رضایی نمیخوای رکوردتو قطع کنی؟ خانم ارمی داره نمیخوای رکورد. بله بله من رکوردم. اتاق و جمعیت فکر کنم استوب میشه. ممنون، تشکر. دست شما هم درد نکنه. لیوو بزنم؟ و
بله میتونین استوهو بزنید.